پاییز بود افسر جوان جیوانی دروگو آماده بود تا شهر خود را به مقصد دژ باستیانی ترک کند خورشید طلو نکرده بود که افسر جوان بیدار شد لباس نظامیش را پوشید و خود را زیر نور کم چراغ نفتی برانداز کرد ظاهرش چنگی به دل نمیزد آه عمیقی کشید مادرش از خواب بیدار شد تا بدرقهاش کند افسر جوان به فکر فرو رفت بالاخره روزی که انتظارش را می کشید از راه رسیده بود. به روزهای سرد و خسته کننده دانشگاه فکر کرد. شبهایی را به یاد آورد که مجبور بود تا صبح بیدار بماند و درس بخواند. خوشحال بود آن روزها گذشته. جوانی دیگر افسر شده بود. دیگر لازم نبود درس بخواند و از صدای سرگروهبان به خود بلرزد. جوانی به تصویر خودش در آینه نگاه کرد. لبخندی بیرمغ زد و رویش را برگرداند. مادرش خندان پشت سرش ایستاده بود. جوانی نمیدانست چرا اینقدر تلخ است. چرا مثل بقیه همکارانش بگو و بخند نمی کند؟ چرا به مادرش لبخند نمیزند و خداحافظی گرمی نمی کند؟ ته دلش می لرزید. احساس می کرد به سفری بی بازگشت می روید. بالاخره دوستش فرانچسکو سراغش آمد. جوانی پیشانی مادرش را سرسری بوسید و رفت. سوار اسب شد و همراه فرانچسکو راه افتاد. خورشید کم کم طلوع می کرد و شهر از خواب بیدار می شد. جوانی و فرانچسکو هر دو توی فکر بودند. صدای سم اسبها سکوت صبحگاهی را می شکست. به دروازه شهر رسیدند. جوانی همچنان غرق فکر بود. مدام با خود می گفت دژ باستیانی چجور جایی است؟ بالاخره زبان باز کرد و از فرانچسکو پرسید از اینجا تا دژ خیلی راهه؟ فرانچسکو به کوهی پوشیده از درخت اشاره کرد و گفت قله کوهو ببین کمی از دژ پیداست دو سال پیش از جلوش گذاشتم جوانی سرتکان داد و راه افتاد از شهر خارج شدند دشتهای زرد رنگ گندم اطرافشان را پر کرده بود فرانچسکو سرخوش و بیخیال سوت میزد و جلو می رفت. جوانی به دوستش نگاه کرد. سالهای زیادی رفیق و همدل هم بودند. اما فرانچسکو راه تنبری را پیش گرفته بود و جوانی به دانشگاه افسری رفته بود. جوانی نمیدانست کدام یکی کار درست را کرده. خودش که سخت تلاش کرده بود تا به جایگاهی نظامی برسد یا فرانچسکو که آسوده و بیخیال روزگار می گذارند. از گندمزار عبور کردند به بلندی رسیدند که از آنجا شهر پیدا بود جوانی برگشت و به شهر خیره شد لحظه ای تمام دوران کودکیش را به خاطر آورد روزهایی که مادرش از جان و دل زحمت می کشید تا او به جایی برسد لبخندی زد و از فرانچسکو خداحافظی کرد جوانی در سکوت آزم دژ باستیانی شد. آنقدر رفت تا به کوهستانی سنگلاخ رسید. وارد درهی شد که به قلعه راه داشت. خورشید به وسط آسمان آمده بود. جوانی و اسب هر دو خسته بودند اما جوانی قصد استراحت نداشت. میخواست زودتر به دژ برسد. کمی که جلوتر رفتند پیرمردی را دید که با گاری خود در جاده حرکت میکرد. از پیرمرد سراغ دژ باستیانی را گرفت پیرمرد متعجب گفت این طرف ها نه قلعه هست نه دژی جوانی شانه بالا انداخت و راه افتاد خورشید کم کم غروب می کرد هر چه خورشید پایین تر می رفت نگرانی جوانی هم بیشتر می چرا به دژ باستیانی نمی رسید هوا رفته رفته تاریک شد ماه در آسمان نبود جوانی به زور جلوی پایش را میدید. خسته و ناامید پیش میرفت. بالاخره به ساختمانی بزرگ رسید. ساختمانی با دیوارهای بلند و سیمانی. هیبت نظامی وار ساختمان در تاریکی شب مرموز و مخوف شده بود. جیوانی زربه ای به اسبش زد و جلوتر رفت. دور تا دور ساختمان را گشت. خبری از در نبود. از هیچ کدام از پنجره ها هم نوری به بیرون نمی تابید فریاد زد های! کسی اینجا نیست؟ ناگهان مردی از دل تاریکی بیرون آمد مرد گدایی بی سر و پا با ریش و موی بلند و چرک بود مرد کیسه بزرگی که توی دستش بود را زمین انداخت و گفت آقا کاری داشتی؟ جوانی تندی گفت من برای خدمت اومدم دژ همین جاست درسته؟ مرد پوز خند زد نه آقا اینجا خیلی وقت دژی نیست تمام درها هم بست است جوانی هاج و واج پرسید پس پس قلعه کجاست؟ مرد به نقطه ای دور در دل شب اشاره کرد اون قلعه رو میگید؟ جوانی رد انگشت مرد را گرفت از لای شکاف تخت سنگ ها تپه ای را دید روی تپه هیبت ساختمانی پیدا بود با خودش گفت شاید همان دژ باستیانی باشد آهی از ته دل کشید و گفت چقدر دوره جوانی دروگو همچنان میرفت تا به دژ باستیانی برسد هوا تاریک بود و اسب خسته بالاخره جوانی مجبور شد اسب را به درختی ببندد تا کمی استراحت کند خودش هم به درخت که داد و چشمهایش را روی هم گذاشت تا صبح رویای دژ را دید با طلوع آفتاب جوانی چشم باز کرد اسب سر حال و آماده بود جوانی دوباره سوار بر اسب راه افتاد کمی که پیش رفت افسری را دید که سوار بر اسب به او نزدیک می شود خوشحال شد بالاخره آدمی مثل خودش می دید. امیدوار بود افسر به اون نشانی دژ را بدهد و بگوید چقدر راه مانده. و اسبش لگدی زد و سرعتش را کمی بیشتر کرد. نزدیک تر که شد، فهمید سوار سروان است. اسب را نگه داشت. سلامی نظامی داد و فریاد زد. روز به جناب سروان. سروان ایستاد. چی میخوای؟ جوانی دستهایش را دور دهانش گذاشت و گفت هیچی، فقط خواستم ادای احترام کنم. تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ جوانی لحظه این نگران شد. برایش سخت بود از این فاصله خودش را به سروان معرفی کند و بگوید برای چه کاری آمده. نفس عمیقی کشید و فریاد زد. من سوتوان دروگو هستم. میرم معموریت. اسم دروگو برای سروان آشنا نبود. بی تفاوت سری تکان داد و به راه افتاد. جوانی هم اسبش را راه انداخت. کمی بعد، جوانی به پل رسید. سروان هم روی پل بود. سروان تا جوانی را دید گفت: "سوتوان دروگو، من سروان اورتیتس هستم." جوانی از اسب پیاده شد. سروان هم از اسب پایین پرید. هر دو با هم دست دادند. جوانی نفس راحتی کشید. احساس کرد قدمی به دژ نزدیک شده. سروان راه افتاد جوانی هم برای ادای احترام کمی عقبتر از او حرکت کرد کمی که جلو رفتند سروان سکوت را شکست گفتی کجا میری؟ جوانی زود جواب داد دژ باستیانی راهش همینه دیگه درسته؟ سروان سرتکان داد بله همینه سروان کمی مکس کرد بعد گفت پس به قلعه میری پیغامی آوردی؟ خیر معمور شدم سروان سرتکان داد تبریک میگم جوانی از سروان تشکر کرد دوباره سکوت سنگینی بینشان حاکم شد جوانی خسته و تشنه بود قمقمش را برداشت تا خواست آب بنوشد سروان پرسید دو سال جوانی قمقمه را از جلوی دهانش برداشت منظورتون رو نفهمیدم می میگم قرار دو سال معمور غله باشی آها نمیدونم از مدتش چیزی نگفتن سروان خندید تمام افسرهای جوون دو سال تو قلعه میمونن و بعد میرن پی کارشون تا هم مثل بقیه البته کار خوبی کردی چون دو سال تو قلعه موندن حکم چهار سال خدمت داره درسته به سخت میگذره اما چهار سال خدمت تو پر میکنه جیوانی که تا به حال چیزی از این قانون نشنیده بود پرسید برای همه همینطوره یعنی هر کی تو قلعه خدمت کنه سالهای خدمتش دو برابر حساب میشه؟ سروان اورتیتس پوز خند زد. چه خوش خیال نه. این قانون فقط برای شما تازه افسرهاست. اگه این قانون رو نمیذاشتن که کسی داوطلب نمیشد. جیوانی متعجب گفت. اما من داوطلب نشدم. دو روز پیش به هم حکم دادن بیام اینجا. منم قبول کردم. عجیبه. واقعا عجیبه. دوباره سکوتی عمیق برقرار شد. صدای وزوز مگس ها و سم اسب ها هم این سکوت را عمیق تر می کرد. خورشید به بالاترین حد خود رسیده بود. جوانی خیس عرق بود. اسبش هم حال خوشی نداشت. راه رفتن در کوه های سنگلاخ و بی آب و علف رمق حیوان بیچاره را گرفته بود. جوانی پرسید: جناب سروان، تا قلعه خیلی مونده؟ سروان اورتیتس از فکر بیرون آمد. ها؟ نه نزیاد. فکر کنم سه ساعت دیگه برسیم جوانی لبخند زد. فکر کنم خیلی باشکوه باشه نه؟ سروان تعجب کرد. چی؟ باشکوه؟ نه جوان. کوچکترین و قدیمیترین قلعه که به عمرت دیدی. اما شنیدم یکی از مهمترین دژهاست. هاست. سروان پوزخند زد. نه زمین بایر و مرده ی لب مرز که توش قلعه کوچیک و سیمانی ساختن همین به این مرز میگن مرز مرده میدونین چرا؟ چون هیچ خطری نداره پشت مرز بیابونی بی انتهاست مار و سمور هم جرات ندارن تو این بیابون پا بذارن چه برسه به آدم بهش میگن بیابون تاتارها جوانی کنچکاف شد حالا چرا تاتارها مگه اینجا بودن؟ نمیدونم شاید زمانی عقلشون رو از دست دادن و اومدن تو این بیابون سر سرتکان داد زیر لب گفت پس با این حساب هیچ وقت قلعه به کاری نیومده زندگی تو همچین جایی خیلی خسته کننده است سروان لبخندی زد و گفت نگران نباش آدمی زاد زود به همه چیز عادت میکنه من خودم حدود ده سال اینجام چشمهای جیوانی گرد شدند هیچده سال؟ چی کار کردین تو این مدت؟ همان لحظه دسته ای کلاغ از بالای سرشان گذشت. سروان خندید. کلاغ رو تماشا کردن. جیوبانی قرق فکر شد. به روزهای پیش رو فکر کرد. دلش گرفت. پرسید تو افسرهایی که اومدن کسی هم بوده توی دژ موندگار شه؟ سروان کمی فکر کرد. بعد گفت نه کسی نبوده. درست خدمت تو مناطق مرزی افتخار بزرگیه اما شما جوانها دوست دارید برید جاهای شلوغ و پرزرق و برق کی دلش میخواد تو همچین جای دور افتاده ای موندگاشه؟ به نهر آبی رسیدند ایستادن تا اسب آب بخورند سروان اورتیتس از اسب پایین پرید تا کمی قدم بزند به جوانی هم پیشنهاد داد کمی راه برود تا پاهایش خشک نشود جوانی همراه سروان قدم زد سروان گفت قلعه یه مزیت بزرگ داره. غذاهاش عالیه. جنرالی سختگیر دو هفته یه بار میاد به قلعه سر میزنه. جنرال نمیذاره کم و کسری تو قلعه باشه. جوانی مردد لبخند زد. نمیدانست سروان از روی سبکسری چون این حرفی را زده یا منظور خاصی داشته. دوباره راه افتادند. از کوهی با شیب ملایم بالا رفتند و وارد راهی پر از صخره و سنگ شدند. قلعه از دور نمایان شد وارد جاده ای خاکی شدند ته جاده قلعه بود قلعه زیر نور کم رمغه خورشید جا خوش کرده بود دیوارهایش اوریان بودند و اثری از حیات در خود نداشت دود کمجانی از یکی از دودکش ها به آسمان می رفت کوه های سر به فلک کشیده در چپ و راست قلعه امتداد داشت کوههای سنگلاخ که معلوم بود تا به حال رد هیچ انسانی را به خود ندیده جوانی اسب خود را نگه داشت. غرق تماشای بنای قمنگیز قلعه شد. ناگهان نسیم داقی وزید و پرچم بالای دژ را تکان داد. صدای شیپوری از دور آمد. چهار سرباز آهسته جلو آمدند. سربانورتیت لبخندی زد و گفت این هم دژ باستیانی جوانی لبخند تلخی زد. برخلاف تصورش هیچ شکوه و ابهتی نداشت. با خود گفت کاش برمیگشت به همان روزهای تنهایی در دانشگاه. کاش میشد راه اسبش را کش کند و به خانه برود. به جایی که اثری از حیات در آن باشد. آهی کشید و به سروان نگاه کرد. سروان با چشمهایی پر از برق امید به دیوارهای بیرنگ و روی قلعه خیره شده بود. انگار در پس این دیوارهای بیروح دنبال معجزه ای می گشت. لبخند محوی روی لبهای سروان بود. لبخندی مبهم که هم از سر شادی بود، هم از سر اندوه. لبخندی که چهره آفتاب سوخته را روشن کرد. جوانی میخواست زودتر خود را به سرگرد ماتی معرفی کند. افسر نگهبان شیفت جوانی خوش برخورد و خونسرد به نام کارلو مورل بود کارلو سلامی گرم به جیوانی کرد و او را همراه خود برد. از دالانی تاریک عبور کردند. روی دیوارهای دالان پر از شکافهای کوچک بود. شکافهایی که نشان میداد روزی به این قلعه تیراندازی شده. سکوت و غم عمیقی فضای قلعه را در بر گرفته بود. انگار آدمهای اینجا فراموش کرده بودند بیرون از اینجا زندگی در جریان است. از پله‌های سنگی بالا رفتند به طبقه چهارم قلعه رسیدند دوباره از دالانی تاریک مانند دالان طبقه اول عبور کردند ته دالان اتاقی بزرگ بود سرگرد ماتی پشت میز تحریری مجلل نشسته بود سرگرد مردی چاق با لبخندی گشاده بود لبخندی که انگار جزئی از صورتش بود پرونده های قطوری روی میز بود جیوانی درگو خبرداری استاد خود را معرفی کرد و برگه معمولیتش را به سرگرد داد. سرگرد ماتی سری تکان داد و گفت من پدرتون رو میشناختم. قاضی بود نه؟ جوانی سرش را به چپ و راست تکان داد. خیر قربان. پدرم پزشک بود. سرگرد لبخند زد. آه 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 امان از حواس پرتی. بله پزشک بود. به هر حال خوشحالم شما را اینجا میبینم. طبق فرمایش علا حضرت خدمت تو دژ باستیانی افتخار بزرگیه که نصیب هر کسی نمیشه. جوانی که قصد داشت هر چه زودتر از این قلعه دلگیر خلاص شود، تندی گفت: بله، درسته اما راستش من انتظار نداشتم بیام اینجا. خانوادم تو شهرن و من تمایل دارم نزدیکشون باشم. سرگرد ماتی زد زیر خنده. <تصفح> چی شده؟ <تصفح> نیومده میخوای از ما فرار کنی؟ نه <تصفح> نه فقط سرگرد ماتی سرتکان داد میدونم تصورت از دژ قلعه چیز دیگه ای بوده حالا هم خورده تو زوقت حیف شد فکر میکردم جوون لایقی هستی و خوب از پس این کار برمیایی جوانی شرمنده شد سرش را پایین انداخت و از گوشه چشم به پنجره خیره شد کوههای زرد رنگ و سخرهای های تیزش نمیگذاشتند بیابان را ببیند سرگرد جوانی را از فکر بیرون آورد ببینم همین امروز میخواهید برید یا چند ماهی میمونید جیوانی که انتظار نداشت سرگرد اینقدر راحت موافقت کند زود گفت اگه قرار به رفتنه چه زودتر برم بهتر بسیار خوب فقط یه نکته بهتر وانه بود کنید بیمار شدید و باید زود برگردین شهر دو سه روزی شماره میفرستیم بهتری و بعد براتون گواهی پزشکی صادر میکنیم جیوانی که هیچ از دروغ خوشش نمیامد گفت راه دیگه ای جز تمارز نیست؟ خیر چون در غیر این صورت باید تقاضای کتبی انتقالتون رو به ستاد کل بفرستیم تا تقاضا بره و جوابش بیاد یه ماهی طول میکشه در زم سرهنگم خوشش نمیاد کسی از قلعه بره دوست نداره رو اینجا عیب و ایراد بذارن پس راهی ندارید مگه اینکه خودتون رو به مریضی بزنید البته راه دیگه ای هم هست چهار ماه تو این قلعه دوون بیارید و بعد برید. جوانی که طاقت نداشت لحظه ای در این محیط خسته کننده بماند نالید. چهار ماه؟ بله. چون سالی دو بار پزشک میاد اینجا تا همه رو معاینه کنه. موعد معاینه بعدی چهار ماه دیگه است. میتونید سب کنید تا پزشک بیاد. بعد بهش بگید تو این چهار ماه فهمیدین که اینجا برای سلامتتون مزره. پزشک هم گواهی میده و شما برمیگردید. این راه راه خوبی هم هست چون باعث میشه سرهنگ بهتون امتیاز خوبی بده میدونید که امتیاز خوب تو مدارج نظامی چه ارزشی داره برای آینده خدمتتون مفیده جیوانی رفت توی فکر سرگرد گفت قصد نصیحت ندارم نمیخوامم نظرتون رو عوض کنم اما خدمت توی اینجا خیلی هم سخت نیست اینجا سوت و کور و خلوته مسئولیت زیادی نداریم جیوانی همچنان غرق فکر بود به منظره پشت پنجره خیره شده بود به کوههای بلند و زرد رنگ حس مبهمی داشت حسی پوچ و بیمعنا که نمیفهمید از کجا آمده با خودش گفت تحمل من از بقیه کمتر نیست حق با سرگرده چند ماه طاقت میارم و بعد میرم خیالش کمی آسوده شد به سرگرد لبخندی زد و گفت از راهنماییتون ممنونم اجازه بدین تا فردا فکرامو کنم و بعد جواب بدم سرگردمتی لبخندی از سر رضایت زد. بسیار خوب، تمایل دارید امشب موقع شام شما را به سرهنگ معرفی کنم یا نه؟ بله بله البته، دلیلی نداره خودم از ایشون پنهون کنم، به خصوص اگه قرار باشه چهار ماه بمونم. صورت خندان سرگردماتی بازتر شد. بله بله، اگه همکاراتون رو ببینید که چه افزارهای شایسته و درجه یکی هستن، از تصمیمتون پشیمون نمیشید. جوانی کمی آسوده شده بود. با خود فکر می کرد. چهار ماه اینجا ماندن تجربه بدی هم نیست. لبخندی زد و به پنجره اشاره کرد. قربان، پشت این دیوارا و کوها چیه؟ شنیدم بیابونه بیکرانیه. خیلی دوست دارم بیابونو ببینم. راستش تا حالا تو عمرم بیابون ندیدم. سرگرد شانه بالا انداخت. به زحمتش نمیارزه. بیابونی یک نواخت و خشکه. چشمانداز زیبایی هم نداره فکرش رو از سرتون بیرون کنید برای رفتن به بیابون باید اسم رمزو بگید اما پیشنهاد میکنم دنبالش نباشید جوانی کنجکاو پرسید خب پنجرهای تو قلعه نیست که بشه ازش بیابون دید فقط یه پنجره تو اتاق سرهنگ راستش تا حالا کسی مثل شما کنجکاو نبوده بیابون رو ببینه برای همینم کسی به فکر ساخت پنجره ای با منظره بیابون نبوده جوانی خبردار ایستاد و پاشنهایش را به زمین کوبید. ممنون جناب سرگرد. اگه اجازه بفرمایید مرخص شم. سرگرد ماتی دستی به شانه جیوانی زد و گفت خیالتون راحت. منظره جالبی نیست. مف نمیارزه. شب میبینم اتون. جیوانی مرخص شد. از سطفان مورل خواست تا قبل از تحویل پستش او را به پاسبانی ببرد تا بیابان را ببیند. مورل هم قبول کرد. از دهلیزی تنگ و تاریک گذشتند. داخل دهلیز فانوسهایی با نور کم روشن بود. جا به جا دری بود که به انبارهای قلعه راه داشت. انبارهایی پر از کاه یا مهمات نظامی. تا ورودی سومین پاسگاه پیش رفتند. مورل گفت دنبالم بیا. بجم بجم تا کسی ندیده. از پله های پاسگاه که بریم بالا بیابونو میبینی. جوانی دنبال مورل از پلکان پاسگاه بالا رفت. به بام پاسگاه رسیدند. باد خونکی میوزید. روبرویشان در گرگ دم غروب جیوانی در ری عمیق را دید. پرسید پشت این سخره ها چیه؟ بیابون؟ مورل جواب داد. از اینجا نمیشه پشت سخره ها رو دید. برای دیدنش باید به پاسگاه جدید بری. همون پاسگاهی که روی قله کوه ساختن. از اونجا تمام بیابون پیداست. میگن سر تا سر بیابون با سنگهایی سفید پوشیده شده. انگار برف روی زمین نشسته. جوانی هیجان زده پرسید: دیگه چی؟ جز سنگ سفید چیز دیگه ای نداره؟ مورل خونسرد شانه بالا انداخت. میگن باطلاق هم داره. تو افق هم تا چشم کار میکنه مه. جوانی پوزخند زد. خب مه که همیشگی نیست. افق گاهی هم صاف میشه. من که شنیدم همیشه مه هست. بعضیا میگن تو بیابون برجای سفید دیدن. کسی حرف سربازار رو باور نمیکنه میدونی که چقدر خیال بافم بعضیاشون میگن تو بیابون آتش فشان هم هست راست و دروغش پای خودشون سر و میگه ته بیابون جنگل هم دیده نمیدونم ما رو دست انداخته یا داره جدی میگه جوانی غرق فکر شد حس میکرد تمام مناظری را که مورل تعریف میکند در خواب و خیال دیده مورل بازوی جیوانی را گرفت چیه؟ چی فکر میکنی؟ بهتر برگردی جوانی خسته و تنها توی اتاق خوابیده بود با اینکه مثل همیشه تنها بود اما حس میکرد این بار درد تنهایی بیشتر او را آزار میدهد سر میز غذا همه با او مهربان بودند اما باز هم احساس تنهایی میکرد حس میکرد در این قلعه دور افتاده اسیر شده و به آخر دنیا رسیده جوانی. آهی کشید و به سقف خیره شد. با خود فکر کرد تمام هم در این قلعه خوشحال و راضیاند همه به کار و زندگی خود مشغولند. حتی مادرش هم سرگرم زندگی خود بود. جوانی حس می کرد برای هیچ کس اهمیت ندارد و در این دنیا تنها مانده. از جایش بلند شد و لبه تخت نشست. حس کرد قلبش درد می کند. رفت طرف پنجره و پنجره را باز کرد. چشم فقط حیات بود و دیوارهای بلند قلعه. تلاش کرد در دل تاریکی از پس این دیوارها کوه را ببیند. اما تلاشش بیهوده بود. ناامید پنجره را بست و دوباره روی تخت دراز کشید. خواب به چشمهایش نمی آمد. به سکوت شب گوش سپرد. صدای تک صرفه هایی خشک و چکچک چک آب می آمد. نمی دانست این صداها توهم است یا واقعیت. ناگهان کسی در زد. جوانی از جا پرید. اول فکر کرد خواب دیده. دوباره سرش را روی بالش گذاشت. باز هم صدای در آمد. آرام گفت. کیه؟ سربازی فانوس به دست در را باز کرد. شب بخیر. اومدم ببینم مشکلی ندارید؟ جوانی کلافه گفت. این صدای چکچک چک آب از کجاست نمیذاره بخوابم صدا از آب انباره آب انبار درست پشت اتاق شماست جوانی پوزخند زد حجب باش برو سرباز آرام در را بست جوانی دوباره توی تخت دراز کشید با خود گفت این همه ظاهر سازی نظامی برای چیه؟ چرا این قلعه متروکه که باید نگهبان داشته باشه؟ باید زودتر از این خراب شده و وگرنه دیوونه میشم. حسی عجیب در دل جیوانی جوانه زد با خود فکر کرد هیچ کس مانع او برای رفتن نیست اما چرا تصمیم گرفته چهار ماه اینجا بماند حس می کرد نیروی قوی و نامرئی او را در این مکان اسیر کرده روز بعد جیوانی را برای معمولیت به پاسگاه سوم فرستادند. سرگروه بانترونک یکی از شیپورچی ها را همراه 28 نفر سرباز راهی پاسگاه سوم کرد. سربازها همه از گروهان سروان اورتیتس بودند. جیوانی هم فرماندهی دسته سربازها را بر عهده داشت. او رأس گروه سربازها ایستاد. سرهنگ از پنجره دفترش جیوانی و سربازها را زیر نظر گرفته بود. همه به خط شده بودند منظم و دقیق. غروب که شد سرهنگ دوم نیکولوزی معاون فرماندار سراغ جیوانی آمد. سرهنگ نیکولوزی که پایش از زخمی قدیمی میلنگید شمشیرش را مانند به زمین زد. با این حرکت شیپورچی ها حساب کار دستشان آمد. شروع به نواختن مارش نظامی کردند. سربازها های سرخ خود را به احتزاز درآوردند. تنین صدای شیپور و احتزاز پرچم به قلعه متروکه عبوحتی وصف ناشدنی داده بود. یک ساعت بعد پاسکاه سوم را سکوتی مرگبار فرا گرفت. سربازها شمشیرها را قلاف کرده و به خوابگاه رفته بودند. شیپورچی ها در خواب ناز بودند. جیوانی تک و تنها روی ایوان بالایی پاسکاه سر شیفت بود. همان جایی که روز پیش ایستاده بود تا بلکه بیابان را ببیند. اما این بار خود صاحب اختیار بود. چهار توپچی تحت فرمانش بودند و سه سرباز کشیک میدادند. تعویز سربازها زیر نظر سرگروه بانترونک با بود. کسی که بیست و دو سال ساکن دژ بود. میگفتند در این مدت یک ساعت هم به مرخصی نرفته. بیست و دو سال خدمت صادقانه و خالصانه لب مرزی مرده. سرگروه بانترانک و فادارانه هر شب تا صبح پاسبانی میداد. اگر سربازی را میدید از او اسم شب را میپرسید او تابع تک تک مقررات بود. با کسی حرف نمی زد. هیچ کس خبر نداشت از کجا آمده و چرا اینقدر به دژ وفادار است. تنها سرگرمی ترانک گوش دادن به مارش های نظامی بود. میگفتند نوازنده ماهری است اما تا حالا کسی ندیده بود چیزی بنوازد. آن شب سرگروه بان ترونک به سراغ جیوانی رفت. کنارش ایستاد و به اطراف اشاره کرد. بارها به سرهنگ گفتم این طور پاسبانی دادن اشتباهه. جوانی مات و مبهود پرسید. چطور؟ ترانک جدی و محکم گفت. میدونم نباید تو کار ما فوقم دخالت کنم. اما سرهنگ نمیدونه چه خطری ما رو تهدید میکنه. چشمهای جوانی گرد شد. خطر؟ بله خطر با این تاریکی مطلق بالاخره بلایی سرمون میاد باید نگهبان ها تو روشنایی روز عوض شن نه تو تاریکی قدیما اسم شب بین تمام سربازا پخش میشد جوانی چیزی از حرف های ترونک نفهمید اما گفت بله میفهمم میگفتم بالاخره تصمیم گرفتن اسم شب و فقط فرمانده بدونه و بس اسم شب تا 24 ساعت اعتبار داره و بعد عوض میشه میدونی این کار چه خطری داره؟ اومدیم و بین راه افسر فرماندهی که اسم شبو میدونه حالش به هم خورد تکلیف سربازا چیه؟ به قلعه هم که نمیتونن برگردن چون توی این مدت اسم شب عوض شده به نظرت خطرناک نیست؟ جیوانی گیج گفت بله حق با شماست جیوانی به چشم انداز دلگیر روبرو رو خیره شد آهی شید و به خود لعنت فرستاد چرا همان روز اول از این جهنم نرفته جوانی در اتاق سرد و خالیش زیر نور شم نشسته بود میخواست نامهای برای مادرش بنویسد دوست داشت راز خود را با مادرش در میان بگذارد بگوید افسری جسور و شجاع نیست و نمیخواهد لحظه‌ای در این قلعه دور افتاده بماند بگوید نیرویی نامرئی او را اسیر خود کرده و میترساندش قلمش را روی کاغذ گذاشت ناگهان چهره مادرش را به یاد آورد با خود فکر کرد الان مادرش امیدوار است پسر جوانش راضی و خوشحال در کنار هم قطارانش باشد سریع تکانداد و نوشت مادر جان بعد از دو روز سفر راحت و مطبوع به دژ باستیانی رسیدم اینجا همه چیز خوب است. قلعه با شکوه و, و زیباست. درست مثل تصورم. دوستان خوبی دارم و در امن و امانم. سرهنگ بسیار مهربان و خوش برخورد است. وقتی فهمید مادری تنها در شهر دارم پیشنهاد داد به شهر برگردم. اما من قبول نکردم. قرار شد چهار ماه در دژ بمانم و بعد پیش شما برگردم. برای سابقه کاریم خوب است. از این گذشته اینجا رفقای خوبی دارن همه مهربان و خونگرمند خلاصه اینکه راضیم و دلتنگ شما پسرت جوانی دروگو جوانی روی تخت دراز کشید جز صدای چکچک چک آب صدایی به گوشش نمی رسید چشمهایش را بست صدای ناله ای از دور دست چنید صدا دور و نزدیک می شود. از جایش پرید مطمئن بود این ناله ها توهم است. ناگهان یاد حرف سرگروه بانترونک افتاد. گفته بود شایسته است افسران جوان تا صبح بیدار بمانند. کلاف سرش را روی بالش کوبید و چشمهایش را بست. صبح روز بعد جوانی با صدای در از خواب بیدار شد. سربازی صندوق لباسهایش را آورده بود. توی صندوق پالتوی زیبا و خوشدوخت بود. جوانی زود پالتو را به تن کرد و جلوی آینه ایستاد. برازنده شده بود. با خود گفت حیف این پالتو که تو شبهای سرد خدمت بین دیوارهای سرد این قلعه کهنه و پوسیده میشه بدون اینکه کسی منو ببینه سرخورده و افسرده از اتاقش بیرون رفت هر چه به قلعه نزدیکتر میشد حس میکرد ابهت و جبروتش کمتر میشود و دیگر پالتو در تنش آن جلوه اولیه را ندارد. همان لحظه سروانی از روبرو آمد. سلامی نظامی به جیوانی داد و رفت. سروان نیم نگاهی هم به پالتو نینداخت. حتی سربازها هم نگاهی به این پالتوی خوشدوخت و گران قیمت نینداختند. جیوانی یک راست به زیرزمین قلعه رفت. جایی که خیاط کارگاهش را راه انداخته بود. خیاط تا او را دید دست از کار کشید. سلام سلامی کرد و گفت یه پالتوی معمولی میخوام چیزی که چهار ماه دوون بیاره. خیاط دامن پالتوی جیوانی را گرفت و وارسی کرد. جنسش خیلی خوبه. سالها برات کار میکنه. فکر کنم خیات های شهر گرون با حساب کردن. نه؟ خیاط منتظر جواب جیوانی نماند. دوباره دستی به پالتو کشید و گفت فقط حیف یقش کوتاهه جوانی بادی به قبقب انداخت و گفت تو شهر مده خیاط لبخندی کجکی زد خب مود باشه مهم اینه که نظامی نیست درسته سالهاست تو این دخمه موندم و سوزن زدم اما خوب میدونم چی مناسبه چی نه همین امروز و فردا قرار از اینجا برم مطمئنم پام که به شهر برسه مردم دم در مغازم صف میکشن سه شاگرد خیاط از ته کارگاه زدند زیر خنده. خیاط داد بلندی سر شاگردها زد. شاگردهای بیچاره سرشان را پایین انداختند و مشغول کار شدند. همان موقع سربازی به سراغ خیاط آمد. گفت سرگروه بانترونک او را احزار کرده. خیاط از جیوبانی عذرخواهی کرد و همراه سرباز رفت. قول داد زود برگردد و کار جیوبانی را راه بیندازد. تا خیاط پایش را از کارگاه بیرون گذاشت، یکی از شاگردها که پیرمردی قوزی بود زد زیر خنده پیرمرد دیوونه پونزده ساله میگه امروز فردا از اینجا میرم اما پاشو از این دخمه هم بیرون نمیسره چه برسه به قلعه نه سرهنگ نه هیچ کدوم از افسرهایی که اینجا هستند هیچ کدوم پاشونو از قلعه بیرون نمیذارن انقدر اینجا میمونن تا بمیرن جناب سروان فکر کنم یه جور مرض ناشناخته اینا رو پابند قلعه کرده شما مواظب باشید جوانی نگران پرسید مواظب چی مواظب باشید این مرض به شما سرایت نکنه جوانی نفس راحتی کشید و گفت حواسم هست من فقط چهار ماه اینجا میمونم با این حال حواستون باشه این بلا هیچده سال تو قلعه افتاده از زمان سرهنگ فیلیموره شروع شد اول سرهنگ فیلیموره بود که گفت حوادث مهمی میخواد اتفاق بیفته. به سرش زده بود قلعه منطقه نظامی مهمیه و باید ازش محافظت کرد. مدام میگفت افسرهای توی شهر چیزی نمیفهمند و موقعیت حساس اینجا رو درک نمیکنن. نمیفهمند ممکنه اینجا خبرهایی بشه. جوانی کنچکاف پرسید: چه خبرهایی؟ جنگ یا حمله تاتارها از راه بیابون؟ شاگرد خیاط شانه بالا انداخت. لابد همچین فکری میکرد میگفت تاتارا هنوز هستن و روزی بازمانده نیروهای قدیمیشون به ما حمله میکنن اینجا همه منتظر حمله تاتارها هستند. هر سال منتظرن خبری بشه اما دریق از پروازه عقاب از بالا سر قلعه جناب سروان حرفامو باور نمیکنید؟ خود دانید من بهتون هشدار دادم چون از نگاهتون پیداست شما هم مندگار میشید جوانی چشمهایش را ریز کرد. خودت چرا اینجا موندی؟ شاگرد پیر لبخندی تلخ زد. من برادر بزرگشم. اینجا موندم تا تو, تو کارای خیاتی کمک حالش باشم. جوانی صدای تپش قلب خود را میشنید. نفسش بالا نمی آمد. از روی صندلی بلند شد. پالتویش را مرتب کرد و گفت. به هر حال من چهار ماه دیگه از اینجا میرم. جوانی دروگو همراه دوستانش که همگی سطفان بودند دور میز نشسته بود. از عصر باران شدیدی میبارید. جوانی و دوستانش هیجان زده از این هوای لطیف شاد و سرخوش از هر دری سخن میگفتند. یکی از سطفانهای جمع به نام لاگوریو قرار بود بعد از دو سال خدمت به شهر برود. لاگوریو به یکی از سطفانها به نام انگوستینا گفت تو هم تا چند روز دیگه دو سال خدمت تموم میشه. اگه میای بریم شهر منتظرت میمونم. آنگوستینا که خیال نداشت به شهر برگردد لبخندی زد و تشکر کرد. لاگوریو رو به جمع گفت شما بهش بگید اگه بیاد شهر حالش بهتر میشه. آنگوستینا خوشگو و جدی گفت من الان هم حالم خیلی خوبه. یعنی دلت برای مادر تو دوستا توی شهر تنگ نشده؟ نمیخوای بری دیدنشون؟ تو قصه من و مادرمو نخور مادرم خودش میدونه چطور با دلتنگیش کنار بیاد لاگوریو دست بردار نبود گفت خب نام چی؟ دو سال ازش خبر نداری؟ آنگوستینا اخم کرد نامزد؟ کدوم نامزد؟ زد؟, نام زد؟ لاگوریو پوزخند زد ها آقا رو باش زیر نامزدی هم میزنه دختر بیچاره به کی دل خوش کرده؟ آنگوستینا سری تکان داد و گفت آها اون دختره رو میگی رابطه اون جدی نبود مطمئنم تا حالا منو فراموش کرده شکسته نفسی نکن همه میدونن تمام زنها برات میمیرن آنگوستینا صرفه ای کرد و خون سرد گفت لاگوریو چه ساعتی حرکت میکنی؟ ساعت ده میخواستم زودتر برم اما اول باید با سرهنگ خدافزی کنم سرهنگ که از ساعت پنج صبح بیداره لاگوریو خندید آره اما من خودم خوابم میخوام این روز آخر تا هر موقع دلم میخواد بخوابم. مورل آهی کشید و گفت پس با این حساب فردا توی شهری نه؟ ناگوریو هیجان زده گفت باورم نمیشه فکر کن پس فردا همین موقع تو کافه نشستم و با رفیقام خوش میگذرنم. آنگوستینا پوزخندی زد و گفت خب هر کی ای داره. آنگوستینا قبول کن پس فردا شب که من سرگرم خوشگذرونیم تو سر شیفتی و به ظلمات خیره شدی. همه زیر چشمی به آنگوستینا نگاه کردند چون تنها کسی بود که قصد نداشت به شهر برگردد کسی نمیدانست چرا این ستوان جوان و خوشتیپ ماندن در این قلعه دور افتاده را به شهر ترجیح می دهد. صبح روز بعد لاگوریو رفت موقع رفتن آنگوستینا گفت لاگوریو به شهر که رسیدی سریم به مادر من بزن بهش بگو حالم خوبه جام راحته لاگوریو خندان گفت خیالت راحت بابت دیشبم از میکنم آنگستینا خون سرد گفت ازت دلخور نیستم به هر حال من و تو زمین تا آسمون با هم فرق داریم خدا به همراهت آنگستینا و لاگوریو به گرمی با هم دست دادن لاگوریو سوار بر اسب شد و از قلعه بیرون رفت همه جا سفید پوش شده بود برف تمام قلعه را در بر گرفته بود جوانی با خود گفت انگار همین دیروز بود که به قلعه اومده. انگار نه انگار سه ماه گذشته. جوانی دراگو خودش را برای رفتن آماده میکرد. جز معاینه تشریفاتی دکتر کار دیگری باقی نمانده بود. بنا به قول سرگوتماتی ماتی بعد از معاینه دکتر به شهر برمیگشت. جوانی حوالی غروب به مطب دکتر رفت. مطب در بالاترین طبقه دژ بود. دکتر مردی میان سال و جدی بود. هوش و ذکاوت از چشمهای ریزش میبارید. روپوش بلند و سفیدی به داشت. روپوشی که او را بیشتر شبیه قاضی ها کرده بود تا دکتر. جوانی که وارد اتاق شد دکتر چشم از پنجره برداشت. پنجره ای که چشم خوب به حیات قلعه داشت. دکتر خسته و بی حوصله از روی صندلی بلند شد. زیر لب سلامی به جیوانی کرد و پرسشنامه جلویش گذاشت. جیوانی تندی گفت دکتر نمیدونم خبر دارید یا نه اما اومدن من پیش شما تشریفاتیه. دکتر لبخند تلخی زد. پسرم همه تشریفاتی میان اینجا حتی اونایی که موندگار شدن. جیوانی ما تو مبهوت به دکتر خیره شد. دکتر گفت شما جوونا دنبال فرصت های بهتر میگردیم. حقم داریم. نمیخواین تو این قلعه دور افتاده بپوسیم. منم با خودم فکر میکنم اگه میتونستم برم شاید شرایطم بهتر میشد. جووانی تندی پرسید. خب چرا درخواست انتقال ندادین؟ دکتر پوزخند زد. چه حرف ها؟ درخواست انتقال؟ من بیست و پنج سال اینجا موندم. دیگه خیلی دیر شده. دکتر نگاهی به پرسش نامه کرد و گفت. بگذریم. شما ناراحتی قلبی دارید و موندن تو جاهای مرتفع حالتون رو بدتر میکنه. خوب همینو بنویسم. جوانی هیجان زده گفت: هر جور صلاح میدونین. دکتر چشمکی زد و گفت: میخوایم بهش مرخصی استعلاجی هم اضافه کنم؟ جوانی زد زیر خنده. نه، نمیخوام زیاده روی کنم. دکتر سر تکان داد. نگاهی به بیرون انداخت. سربازها به خط شده بودند و روی برف ها رژه میرفتند. دکتر آهی کشید و گفت بیشتر شما بعد از چند ماه میخواید از اینجا برید افسوس اگه منم تمام پلای پشت سرم رو خراب نمیکردم کردم برمیشتم جیوانی رفت کنار پنجره به منظره روبرویش نگاه کرد به دیوارهای بلند قلعه و خورشیدی که از پس این دیوارها غروب میکرد. ناگهان یکی از شیپورچی ها، شیپورش را بالا آورد و با تمام توان نواخت. تنین شیپور سکوت بین دکتر و جیووانی را شکست. دکتر دوباره آهی کشید و گفت کدوم یکی از شما جوون ها اینجا میمونید؟ هیچ کدوم. فقط صدفان انگستینا موندگار شده. هرچند. فکر کنم صدفانم بالاخره روزی بیماری رو بهانه کنه و بره شهر. همون کاری که مورل میخواد بکنه جوانی چشم از پنجره برداشت چی؟ مورل بیمار شده؟ دکتر خندید نه پزر جان مورل هم مثل شما ناراحتی قلبی گرفته دکتر پشت میزش نشست سرش را روی کاغذ خم کرد و روی کاغذی سفید تند و تند چیزهایی نوشت بالاخره سرش را بالا آورد کاغذ را بالا گرفت و گفت این هم از گواهی شما میبرم برای فرمانده تا امضاش کنه. دکتر از پشت میز بلند شد. پالتویش را رو از روی چوب رختی برداشت. کلاه پوستیش را به سر گذاشت و پرسید شما هم همراه من میاین؟ یا میخواین به منظری بیرون زل بزنید؟ چه چیزی شما را جذب کرده؟ جیوانی به حرکت سربازها و احتزاز ها خیره شد. خورشید کامل غروب کرده بود. انعکاس سفیدی برف کمی فضا را روشن کرده بود. تصویر دور و محو کوه ها ابهت خاصی به قلعه بخشیده بود. ابهتی که محال بود نظیرش را در هیچ شهری ببیند. جوانی بدون آنکه چشم از منظره بردارد گفت من بیمار نیستم. دکتر خندید؟ بله میدونم. نه منظورم اینه که نمیخوام گواهی رو ببرید. من همینجا میمونم. دکتر با صدایی که به زور شنیده میشد گفت شوخی میکنی؟ جوانی دروگو برگشت. به چشمهای دکتر خیره شد و گفت خیر جدی میگم جوانی دروگو تصمیم گرفته بود بماند نیروی بزرگ او را به ماندن وا می داشت انگار بندهای نامرئی او را اسیر قلعه کرده بود به مرور نوبت نگهبانی که برایش کاری طاقت فرسا بود عادی شد رخوتی از سر عادت او را فرا گرفت رخوتی که جوانی دروگوی جوان را وادار میکرد هر روز و هر روز کارهای تکراری را انجام دهد و خسته نشود. رفته رفته با مقررات نظامی خو گرفت و مانند رئیسهایش در اجرای آنها وسواس به خرج داد. از احترام سربازان و زیردستان احساس غرور میکرد و با هم رفیق شده بود. تا نیمه های شب با ها و افسرها می نشست و خوشوبش می کرد. به غذاهای لذیذ قلعه عادت کرده بود و طعم غذای دیگری را نمی پسندید. گاهی با مورل از قلعه خارج می شد و اطراف چرخی میزد. اما هیچگاه پایش را به شهر خودش نمی گذاشت. سرگرمی جیوانی مسابقات تیراندازی با ستوانها و شطرنج های شبانه شده بود. بیشتر اوقات هم برنده میشد. البته سروان اورتیتس می گفت تمام تازه واردها برنده می شوند چون هنوز کسی به راز بازیشان پی نبرده. جوانی به اتاق خود خو گرفته بود. همان اتاقی که روزهای اول نمی توانست تحمل کند و تا صبح بیدار می ماند. دیگر صدای چکچک چک آب و چشمنداز دلگیر اتاق او را آزار نمیداد. به تشک سفت و بالش نازکش هم عادت کرده بود. حتی دستش هم به خاموش کردن چراغ بالای سرش عادت کرده بود. در یک کلام زندگی در قلعه جزئی از تار و پود شده بود. چنان که اگر روزی چیزی تغییر می کرد نگران می شد. اگر سر ساعت صدای پای سرهنگ دوم نیکولوزی را نمی شنید پریشان می شد. جوانی دراگو قافل بود زندگی در قلعه روزهای جوانیش را میبلعد و هر روزش یک نواخت و شبیه هم شده مدت ها بود میخواست برای مادرش نامه بنویسد اما هر بار پشت گوش میانداخت روزها بود قلم و کاغذی سفید روی میز گذاشته بود تا برای خواهر دوستش فرانچسکو نامه بنویسد برای دختری که روزی عاشقش بود اما هر بار به بهانه نوشتن نامه را به عقب میانداخت. دلش گواهی میداد داد چیزهایی بزرگ و ستودنی او را پای بند قلعه کرده. فکر می کرد هیچ وقت برای رفتن دیر نیست. هر موقع خواست گواهی از دکتر می گیرد و به شهر می رود. جوانی دروگو اسیر توهم شده بود. توهمی که او را از گذران روزهای جوانی قافل می کرد. جوانی فکر میکرد همیشه جوان میماند و هر موقع اراده کند زندگیش را بیرون از قلعه میسازد جیووانی دروگو که همان روز اول میخواست از قلعه خلاص شود دو سال در دژ باستیانی ماند او همچنان در انتظار بود تا روزی اتفاقی خاص در قلعه بیفتد اما دریغ از کوچکترین تغییر در روزهای کسل کننده و یک نواخت آن منطقه دور افتاده. تنها تغییر قلعه عوض شدن فصلها بود. جوانی دروگو حسابی به این یک نواختی خوی گرفته بود. تا آن شب، همان شبی که خوابی عجیب دید. او خواب دید کودکی خورت سال است و از پنجره اتاقش به بیرون خیره شده. در پس دیوارهای قلعه قصری رویایی خودنمایی می کرد. جوانی خردسال زیر نور محتاب لب پنجره ایستاده بود. داخل اتاق میزی زیبا بود. روی میز گلدانی بزرگ پر از گلهای تازه قرار داشت. جوانی در دل گفت چه خوب است در چنین خانه باشکوهی زندگی کنم. ناگهان در اتاق باز شد. چند زن زیبا وارد اتاق شدند. زنها مانند پریهای افسانه‌ای دور اتاق چرخیدند. یکی از پریها به کنار پنجره رفت و زربه ای به شیشه زد. ناگهان انگستینا پشت پنجره ظاهر شد. او هم مانند جیوانی کودک بود. انگستینا لباسی مخملی به تن داشت. پری زیبا دست آنگوستینا را گرفت و همراه دیگر پریها دور اتاق رقصیدند. جوانی دوستش را صدا زد. از او خواست او را هم به جمع خود راه دهند. اما آنگوستینا جوابش را نداد. انگار جوانی در اتاق حضور ندارد. یکی از پریها بی اتناب جوانی انگوستینا را لب پنجره برد و به پایین اشاره کرد. جیوانی هم دوید طرف پنجره نفسش بند آمد زیر پایش کالسکه زیبا و رویایی بود چهار اسب قبراق کالسکه را میکشیدند. دور تا دور کالسکه پر از پریهای زیبارو بود تمام پریها سرشان را بالا گرفته بودند و به آنگوستینا اشاره میکردند. بیاید پایین جوانی افسوس خورد چرا تمام چیزهای خوب برای آنگوستینای از خود رازی است نه او همان پری که چند لحظه پیش آنگوستینا را فراخوانده بود دست آنگوستینا را گرفت هر دو لب پنجره ایستادند و لحظه ای بعد در آسمان به پرواز درآمدند آنگستینا و پری آرام پایین رفتند و در کالسکه نشستند آنگستینا مانند شاهزادگان پا روی پا انداخت دوباره اسم انگستینا را فریاد زد اما انگار کسی صدایش را نمی شنید. های کالسکه آماده حرکت شدند اما قبل از حرکت انگستینا سرش را بالا آورد و به جیوانی که تا کمر از پنجره آویزان بود خیره شد. لبخندی کم جان زد و دستور حرکت داد. کالسکه کم کم اوج گرفت و به آسمان روز بعد گیووانی دروگو افسر نگهبان مهمترین پاسگاه قلبه شد. پاسگاه بنای کوچک و دور ای بود که یک ساعتی با قلعه فاصله داشت. پاسگاه بر قله ای تیز تکیه زده بود و مشرف به بیابان تاتارها بود. جوانی بعد از غروب آفتاب به پاسگاه رسید. در این پاسگاه شست سرباز زیر نظر جوانی دروگو بودند. تعداد توبچی ها بیشتر بود و حواس همه جمعتر چون هرچه نباشد به بیابان تاتارها نزدیک بودند و احتمال خطر بیشتر بود قلعه از ایوان پاسگاه مانند دیواری دراز به چشم می آمد جیوانی با غرور روی ایوان ایستاد نگاهی به قلعه کرد و با خود گفت الان من مهمترین پاستار این منطقه شاه هم مقام منو نداره جوانی به تماشای دشت روبرویش مشغول شد. در قلعه کوها میدان دیدش را کور کرده بودند. اما از اینجا گستره دشت پیش رویش بود تا افق را میدید. همان افقی که روزی مورل گفته بود همیشه مه گرفته است. دشت پیشرو کویری سنگلاخ بود. سمت راست افق نواری سیاه نمایان بود. جوانی حد زد این نوار سیاه همان جنگل باشد جوانی به دشت زل زده بود به بیابان تاتارها مکانی توهی از زندگی جوانی حال عجیبی داشت نمیدانست این حال از خواب عجیب دیشب است یا منظره روبرو هرچه بود قلبش تند میزد و پریشان بود نگاهی به آسمان کرد لکه های ابر در آسمان حرکت میکردند جوانی نفس عمیقی کشید و شوری در دلش افتاد. تصور کرد دشمن از این دشت پهناور به قلعه می آید و او با لشکر سربازها جلوی پیشروی دشمن را می گیرد. در عالم خیال قلعه را در محاصره تاتارها دید. خودش را دید که تا پای جان برای دفاع از قلعه تلاش می کند. لبخندی از سر رضایت زد. این رویا همان چیزی بود که او را آرام می کرد. جیوانی دوباره به دشت خیره شد. در دور دست ها چند لکه سیاه را دید که حرکت می کردند. چند بار پلک زد و دوباره دقیق شد. باز هم چند لکه در حال حرکت دید. همان لحظه ترانک از پشت سر صدایش زد. جیوانی از جا پرید. شما این؟ خوشموقع اومدین. ببینید اون دور دورا توی دشت چیزی تکون میخوره یا من اشتباه میکنم ترانک محکم و جدی گفت بله خودم چند دقیقه هست زیر نظر دارم جیوانی هیجان زده پرسید واقعا؟ شما چی میبینی؟ خب همون چیزی رو که تکون میخوره به نظر منم عجیبه ممکنه گل نی باشه جیوانی هاج و واج پرسید چی؟ گل نی؟ بله اون دورها بوته نی فراوونه هرچند اگه بوته نی بود تندتر حرکت میکرد سردر نمیارم چیه همان لحظه یکی از سربازها فریاد زد آماده باش معلوم شد سربازها هم متوجه حرکت مرموز شدند هیچ کس تشخیص نمیداد چه چیزی در دل دشت حرکت میکند ترونک فریاد زد همه بران پاسدار خونه سربازها با اکراه به صف شدند و رفتند. بار دیگر سکوتی سنگین فضا را در برگرفت. گرفت. جوانی آرام پرسید. جناب ترانک، شما جای من بودین چیکار کار اعلام خطر کنم؟ ترانک سری تکان داد و گفت. من بودم سب میکردم تا بفهمم این سیاهی چیه. در زمن، اعلام خطر بر خلاف قانونه. طبق قانون زمانی که مطمئن باشیم خطری قلعه رو تهدید میکنه اعلام خطر میکنیم بله حق با شماست هر دو به تاریکی خیره شدند جوانی با خود گفت شاید این سیاهی چیزی جز تخت سنگ نباشد شاید هم همان بوته ی نی باشد دلش گرفت دوست داشت دشمنی واقعی به قلعه حمله کند جوانی دراگو تا دمدمای صبح به سیاهی خیره شد چشمهایش سنگین شد و خواب به سراغش آمد. ناگهان کسی به شانهش زد. از خواب پرید. درانک گفت نگاه کنید. اسبه. جوانی به روبرو رو خیره شد. اسبی را دید که پای تخت سنگی ایستاده. اسب از کجا آمده بود؟ صاحبش کجا بود؟ آن هم که هیچ موجود زنده نداشت. به تمام سربازان دستور داد کمین بگیرند. مطمئن بود صاحب اسب هم به زودی پیدایش می شود. ترونک نظر مخالفی داشت. می گفت اسبهای تاتارها همه سفیدند اما این اسب قهوه‌ای تاتار نیست. در زم کسی هم اون دور اطراف نیست. جیوانی زیر بار نرفت. دستور داد تا غروب همه آماده باش بیستند. سربازها مسلح ایستاده بودند که یکی از توپچیها سراسیمه از زیر زمین بالا آمد. به جیوانی گفت: قربان این اسب اسب منه. چند روز پیش زده بود به دل دشت حسابی ناامید بودم فکر نمی کردم روزی برگرده اگه اجازه بفرمایید میرم و زود اسبمو میارم جیوانی نگران گفت میدونی چند وقت کسی پاشو به بیابون نذاشته تمام راه سنگلاخه رفتنت کار خطرناکیه قربان قول میدم نیم ساعت بیشتر طول نکشه راه زیادی نیست میرم و زود برمیگردم بالاخره جیوانی قبول کرد مرد مشتاق و امیدوار از قلعه خارج شد جوانی هم روی ایوان ایستاد و به اسب خیره شد. اسب خسته و بیرمخ کنار سنگی ایستاده بود. ساعتها گذشت. خورشید در حال غروب بود اما هنوز خبری از مرد توپخانه چی نبود. اسب سر جایش بود و مرد در راهی بین قلعه و اسبش ناپدید شده بود. سربازها شیفت خود را جابجا کردند. جیوانی اسم شب جدید را اعلام کرد و به اتاقش رفت. دیگر از آمدن توبخانه چی ناامید شده بود. شب توبخانه چی به اسب رسید. باورش نمیشد. این اسب اسب او نبود. مرد ناچار اسب ناآشنا را راهی کرد و به قلعه برگشت. اما به قلعه که رسید، نگهبان جلوی او را گرفت و اسم شب را پرسید. توبخانه چی هاج و واج ماجرا را تعریف کرد. اما نگهبان باورش نشد. شرایط سختی بود. پای مرگ و زندگی مرد بیچاره در میان بود. مرد نالید. منم همونی که امروز صبح رفت اسب از بیابون بیاره چرا مثل غریبه ها با من رفتار میکنی؟ نگهبان خشک و جدی گفت قانون قانونه اگه اسم شبانگی تو رو به جرم دشمنی تیربارون میکنم نگهبان تفنگش را بالا آورد توپخانه چی به پاسگاه نگاه کرد ترونک را روی ایوان دید فریاد زد جناب ترونک منم خواهش میکنم دستور فرمایید در فرمایی رو برون باز کنن ترونک هم با مرد مثل غریبه ها برخورد کرد اسم شب و بگو وارد شو مرد ناامید و افسرده فریاد زد نمیدونم همان لحظه نگهبان دست به کار شد تفنگش را به روی مرد بیچاره نشانه گرفت و شلیک کرد به این ترتیب آن شب فراموش نشدنی آغاز شد شبی که طوفان قلعه را تکان میداد با شنیدن صدای شلیک تمام افراد قلعه گوش به زنگ شدند. چشم ها به افق دور دست شمال بود. جایی که امید میرفت تاتارها از آنجا حمله کنند. شب به نیمه رسید. هنوز خبری نشده بود. یکی از افراد قلعه مرده بود و همه آماده ی حمله بودند. بالاخره سرگرد ماتی به صحنه آمد. تلاش میکرد اقتدار خود را به رخ همه بکشد. سرگرد ماتی بادی به قبقب انداخت و به ترانک گفت ترانک نظارت امشب با شما ترانک اطاعت کرد اول از همه به تعدادی از سربازها دستور داد جنازه را به درون قلعه بیاورند خودش هم همراه سربازها رفت چهار سرباز جنازه توبخانه چی بخت برگشته را بر روی برانکارد گذاشتند و با تشریفات نظامی جنازه را به حیات قلعه آوردند سرگرد ماتی از ترانک پرسید این اتفاق کجا افتاد؟ چرا توپخانه چی فرار کرد؟ ترانک مختصر جواب داد قربان کسی متوجه فرارش نشد سرگرد ماتی سری تکان داد به جسد خیره شد و گفت چه هدفگیری خوبی داشته درست زده وسط پیشونی کاری کی بوده؟ یکی از سربازها هراسان قدمی جلو گذاشت من قربان سرگرد ماتی چشمهایش را ریز کرد آها آها تو همون سرباز سیاه معروف قلعه آفرین سیاه کارت عالی بود سرباز احترام نظامی گذاشت ترانک به باقی سربازها دستور داد جنازه را ببرند کمی عصبانی بود دوست نداشت سرگرد به جای تحسین از او از سرباز سیاه تقدیر کند ترانک به دور شدن جنازه خیره شد با خود گفت حتما هنوزم جای سرش رو بالشش مونده. بالشش منتظره تا مرد بیچاره دوباره سرش رو روش بذاره. قافل از اینکه خوابگاه این مرد دیگه زیر خاکه. باید زودتر وسایلش رو جمع کنن. ممکنه نامه ای برای خانوادش نوشته باشه. لباسش هم باید بدن به سربازای دیگه استفاده کنن. و اما تفنگش. طبق قانون قلعه تفنگ باید همراه خودش دفن شه. روز بعد در افق شمالی بیابان خط سیاه و باریکی دیده شد خطی که حرکت می کرد. اول از همه یکی از نگهبان های شیفت صبح خط متحرک را دید خیلی زود خبر را به بقیه داد خورشید بالا آمد همه افرادی را دیدند که از افق شمالی بیابان به قلعه نزدیک می شدند خیات پیر هم از دخمه خود بیرون آمد تا این واقعه را به چشم خود ببیند واقعی که سالها بود حالی قلعه انتظارش را می کشیدند. خیاط به افق شمالی خیره شد. فکر می کرد خواب می بیند. شاید هم مرده بود و در عالم برزخ به رویایش رسیده بود. خورشید به بالاترین حد خود آمده بود. بیگانگان لحظه به لحظه نزدیکتر می شدند. بعضی می پیاده هستند و بعضی می سواره. اما در واقع هیچ کس چیز واضحی نمیدید. فقط خط سیاه باریکی را میدیدند که با سرعت کم به قلعه نزدیک میشد. یکی از سطفان دستور داد توپی خالی به علامت هشدار شلیک کنند. سالها بود از قلعه صدای شلیک توپ بلند نشده بود. توپ شلیک شد. لرزش خفیفی دیوارهای دژ را لرزاند. شلیک توپ هیچ اثری نداشت. همچنان بیگانگان جلو می آمدند. نگهبان ها سر پست خود در رفت آمد بودند. کارهای قلعه طبق روال هر روز انجام می شد. بیگانگان هم نه نزدیکتر می شدند نه دورتر. التحابی در دل نظامیان افتاده بود. همه آماده بودند. زودتر صدای شیپور اعلام جنگ را بشنوند. تنها کسی که حق داشت دستور اعلام جنگ دهد، سرهنگ فیلیموره فرمانده قلعه بود. اما سرهنگ به جای این کار آرام در دفتر خود نشسته و به افق شمالی خیره بود سرگرد ماتی ترانک و باقی افراد قلعه هر کدام به بحانه ای به اتاق سرهنگ می‌رفتند. یکی به بهانه گزارش و دیگری امضای برگهی بیارزش سرهنگ خونسرد و آرام نشسته بود انگار خیال نداشت حرکتی کند یا دستوری دهد همین امر التهاب قلعه را بیشتر می کرد. سرهنگ با خود می گفت آخه بیگانه ها با قلعه چی کار دارن؟ دوران تاتارها گذشته. سرهنگ خوب می دانست. این بار هم مثل دفعات قبلی خبری از دشمن نیست و هر اقدامی در نهایت او و سربازها را معیوس می کند. او دیگر ایمان و اعتقاد سالهای پیش را نداشت. تجربه های قبلی به او هشدار می داد. این بار هم خبری از دشمن و تاتارها نیست. نزدیک ظهر سرگرد ماتی به دفتر سرهنگ آمد تا یادآوری کند ساعت بازدید افسران است. فیلموره تعجب کرد. امکان نداشت ساعت بازدید را فراموش کند. زود از جا بلند شد و گفت بریم. سرگرد ماتی لبخندی زد و گفت جناب سرهنگ این بار مسئله جدیه. لحظه به لحظه نزدیکتر میشن. سرهنگ چیزی نگفت. به طرف در رفت و گفت بریم باز دید. سرهنگ فیلی با افکاری پریشان و روحی زخم خورده روبروی افسران ایستاد. صورتهای رنگ پریده و حراسان افسرها سرهنگ را آزار میداد. هیجان غریبی برپا بود. هیجانی ناشی از آمادگی برای جنگ. سکوت سنگینی برپا بود. همه منتظر بودند سرهنگ فیلیموره اعلان جنگ کند. ناگهان صدای قدمهایی از دور بلند شد. همه به طرف صدا برگشتند. افسری ناشناس، سر تا پا خاکالود، نفس زنان به سرهنگ نزدیک شد. احترام نظامی داد و گفت صدفان فرناندز از هنگ هفتم، از شهر میان و از طرف فرمانده ستاد پیغام مهم می آوردم. فرناندز پاکتی به سرهنگ داد. سرهنگ فیلی موره از صدفان فرناندز تشکر کرد و گفت به یکی از سطفان ها میگم شما را راهنمایی کنه تا دستی به سر روتون بکشین. سرهنگ به یکی از سطفان ها اشاره کرد. سوتوان زود جلو آمد و فرناندز را به بیرون راهنمایی کرد. دو سوتوان که رفتند سرهنگ فیلیموره آرام مهرموم پاکت را باز کرد و نامه را بیرون آورد. تمام مدتی که نامه را میخواند افسران چشم از او بر نمی همه بی منتظر بودند فرمانده خبر نزدیک شدن دشمن را اعلام کند. ناگهان رنگ به صورت سرهنگ فیلی دوید. لبخند کمرنگی روی صورتش نقش بست. سرش را بالا آورد و به تک تک افسران خیره شد. سرهنگ قدمی جلو گذاشت، نفس عمیقی کشید و گفت آقایون، گویا امروز صبح تو دشت معروف به بیابان تاتارها نیروهایی دیده شده. دشمن نبودن. اینا گروههایی از دولت شمالی هن که معموریت دارن خط مرزی رو مشخص کنن. از قلعه هم باید گروهی اعزام کنیم. سرهنگ فیلی موره آهی عمیق کشید. این بار هم ناامید شده بود. باز هم خبری از دشمن نبود. آرام گفت همونطور که میدونید این منطقه مکان خوبی برای درگیری نیست. احتمالش کم دشمن حمله کنه. سکوت سنگینی سرشار از ناامیدی فضا را برگرفت. گرفت. سکوتی که وزوز مگس ها آن را مخدوش میکرد. روز بعد گروه اعزامی به راه افتاد. فرمانده این گروه، سروان مونتی و ستوان انگوستینا بودند. سروان مونتی مردی درشت هیکل و عبوس بود همراه این دو نفر سرگروهبان هم میرفت این سه نفر اسم شب را میدانستند گروهی چهل نفره همراه این سه نفر عازم بیابان تاتارها شد چند کیلومتر رفتند از زمینهای سنگلاخی گذشتند و رو به افق شمالی حرکت کردند تمام مسیر مونتی با اخم به انگستینا نگاه میکرد دل خوشی از او نداشت و از این همراهی دلخور بود. بین راه مونتی به آنگوستینا گفت کفش مناسبی نپوشیدی؟ انگار نمیدونی قرار کجا بریم؟ آنگوستینا پرسید مگه شما قبلا هم اینجا آمده بودین؟ مونتی بادی به قبقب انداخت و گفت بله سالها پیش که میخواستم یه سرباز فراری رو ناگهان صدای ریزش سنگ از نوک کوهی آمد. مونتی حراسان شد. صدای سقوط سنگ ها لحظه به لحظه بیشتر می شد. مونتی با همان صورت عبوس و بد اونق به آنگستینا نگاه کرد. امیدوار بود سطفان هم مثل خودش ترسیده باشد اما ردی از ترس در صورت آنگوستینای جوان نبود. مونتی زیر لب گفت بچه جون یه ساعت دیگه که زار زدی بهت میگم. مونتی لگدی به اسبش زد و راه افتاد. انگوستینا و سرگروهبان هم به دنبالش مونتی چند دقیقه یک بار به عقب برمیگشت و نیم نگاهی به انگوستینای جوان و برازنده میکرد. کرد همچنان همچنان سرحال و موقر بود اثری از, از ترس و خستگی در صورتش دیده نمیشد. بالاخره سروان مونتی خسته شد اسبش را نگه داشت و گفت کمی استراحت کنیم بعد راه میافتیم. آنگستینا گفت بله قربان اسبا خسته شدن فضای جالبی هم هست توقف می کنیم و از مناظر لذت می بریم چشمهایش را ریز کرد صدفان راستش بگی خسته نشدی؟ آنگوستینا لبخند زد بهتر زودتر را بیفتیم نباید وقت رو تلف کنیم مونتی جا خورد بله بله منظورم اینه که بگذریم بگذاریم آنگوستینا عرق را از پیشانیش پاک کرد به افتاده بود اما باز هم لبخند از صورتش محو نمیشد. مونتی که خوب میدانست آنگوستینا مریض احوال است امیدوار بود سطوان مشتاق و برازنده از پا بیفتد. مونتی زود به روی اسبش پرید و راه افتاد. فریاد زد. حرکت! آنگوستینا که از فشار چکمه نامناسب در پایش و صرفه نای حرکت نداشت، ظاهر خود را حفظ کرد. اسبش را راهی کرد و دنبال مونتی رفت. زمانی که برای نهار ایستادند، انگستینا روی تخت سنگی نشست. چکمه هایش را درآورد و کمی پاهای تاول اش را ماساژ داد. رنگ به صورت نداشت. عرق سردی روی پیشانیش نشسته بود. شنلش را دور خود پیچید تا کمی گرم شود. مونتی که تمام مدت انگستینا را زیر نظر داشت، زود به او نزدیک شد. به افق شمالی اشاره کرد و گفت راه زیادی نمونده نظر شما چیه؟ آنگستینا نگاهی به سخرهای سنگی انداخت ولی حق با شماست لحظه به لحظه حال آنگستینا بدتر می شد و منتی خوشحالتر بالاخره مونتی طاقتش را از دست داد پوزخندی زد و گفت قبول کنی چکماتون برای این سفر مناسب نیستن آنگوستینا تک ای کرد و بی سر تکان داد. بله. کمی پا اذیت کردن. گروه ازامی دوباره راه افتاد. به سخرهای سنگی رسیدند. چاره ای نبود جز بالا رفتن از سخره ها. که نای نفس کشیدن هم نداشت به سختی از سخره بالا رفت. بالاخره وقتی به قله یکی از کوههای سنگی رسیدند سرگروه بان گفت جناب سروان نگاه کنید سه تا سرباز تاتار از سمت شمال به ما نزدیک میشن سروان مونتی کلافه گفت احمق چی میگی سرگروهبان به شمال اشاره کرد خودتون ببینین سمت شمال غربی هستن فکر کنم سه نفر باشن مونتی به نقطه ای که سرگروهبان اشاره می کرد خیره شد کمی بعد نالید درسته چاره نداریم باید زودتر از دشمن به مقصد برسیم آنگوستینا عرق سرد روی پیشانیش را پاک کرد اگه توقف نکنیم زودتر میرسیم سروان مونتی گفت من همراه چهار سرباز جلوتر میرم شما هم آروم دنبال ما بیاییم البته اگه خسته هستین همینجا منتظر باشین تا ما برگردیم آنگوستینا نفس عمیقی کشید سرش را بالا گرفت و گفت خیر جناب سروان منم هم همراه شما میام چون اگه اینجا بمونیم از سرما یخ میزنیم سروان مونتی قبول کرد. چهار سرباز قبراغ و قوی را انتخاب کرد و گفت پس ما حرکت می کنیم شما هم دنبال ما بیاین. خورشید رفته رفته غروب می کرد و هوا سردتر می شد. ابرهای بارانی خبر از بارش باران یا برف می دادند. چکمه ها دیگر پای آنگستینا را آزار نمی دادند. انگار پاهایش این سختی را پذیرفته بودند. هرچند هنوز هم خستگی امانش را بریده بود و صرفه های خشکش لحظه ای قط نمی شد. آنگستینا و همراهانش به قلعه نزدیک شدند. مونتی و چهار سرباز هم به قلعه رسیده بودند. سروان مونتی تا صدای از را شنید برگشت و فریاد زد. سطفان انگستینا! صدفان انگستینا! چه زود به ما رسیدیم شب شده نمیشه از قله پایین رفت. همان لحظه اولین قطرات برف از آسمان به زمین بارید. سروان منتی فریاد زد. چاره ای نیست باید برگردیم پایین. اگه تا صبح اینجا بمونیم یخ میزنیم. انگستینا که حالا به سروان منتی نزدیک تر شده بود با صدای بلند گفت. جناب سروان تا وقتی تاتارهای شمالی به ما نزدیک باشن صورت خوشی نداره برگردیم. سروان منتی دندانهایش را روی هم فشار داد. با این سرمای و سخونسوز وضع دشمنم بهتر از ما نیست سروان عصبانی از روی اسبش پایین پرید دانه های برف زمین را سفید پوش کرده بود چاره نبود باید شب همانجا می ماندن. از بالای سرشان جایی پشت قله سنگی کوه صدایی می آمد. صدایی که گاهی آنها را مسخره می کرد و گاهی پیشنهاد کمک میداد. صدای خنده چند نفر از پشت قله به گوش می رسید. سروان مونتی و انگوستینا بی به این صداها استراحت می کردند. انگوستینا بیکار نماند. در جواب صداهای ناشناس بلند بلند آواز می خاند و می خندید. باقی سربازها هم با او همراهی می کردند. معتقد بود دشمن نباید متوجه ضعف و خستگی آنها شود. سروان مونتی پالتویش را دور خود پیچیده بود و در پناه تخت سنگی چرت میزد. گهگاهی چشمهایش را باز می کرد و به هنگستینا می گفت بهتر کمی استراحت کنید. هنگستینا بی توجه به فرمان سروان سر و صدا می کرد تا دشمن متوجه خستگی آنها نشود. نه لغمه غذا می خورد نه پتویی دور خود میپیچید. پیچید. زیر بارش برف به تلاش خستگی ناپذیرش ادامه میداد. بارش برف کمتر شده بود. سپید دم نزدیک بود. سطوان آنگوستینا هنوز شام نخورده و استراحت نکرده بود. سروان مونتی کلافه و عصبانی فریاد زد. سطوان دست برداری؟ بیاین کمی استراحت کنی؟ آنگوستینا جواب منتی را هم نداد. بالاخره خورشید طلوع کرد. برف بند آمده و هوا کمی گرمتر شده بود. باد سردی که بین سخره ها و تخت سنگ ها زوزه می کشید کم توانتر شده بود. آنگوستینا به تخت سنگی تکیه داده و به افق شمالی خیره بود. سروان مونتی از پناهگاهش بیرون آمد و به سراغ آنگوستینا رفت. دستی به شانه زد و گفت سطفان بلند شید به پناهگاه بیایید اینجا خیلی سرده. آنگوستینا با صدایی که به زور شنیده میشد گفت ممنونم انگستینا دستش را کمی بالا آورد و آرام گفت فردا ناگهان دستش فرو افتاد سرش خم شد و روی سینه افتاد بله انگستینای جوان و برازنده دیگر نفس نمیکشید. عمرش به سر آمده و روحش پرواز کرده صد ستوان آنگوستینای وفادار را به خاک سپردند. روز خاک سپاری سرگرد اورتیتس به سراغ جیوانی دروگو رفت. از او پرسید. تو چند وقت تو قلعه ای؟ به زمین پوشیده از برف زیر پایش خیره شد و با افتخار گفت. چهار سال. سرگرد اورتیتس زری تکان داد و گفت. چه زود گذشت. با خودم فکر میکنم ما همه تو آرزوی جنگیم. مدام از بدشانسی خودمون مینالیم. امیدواریم یه جنگی رخ بده و با شهامت جونمون رو فدا کنیم. اما ستوان آنگوستینا رو ببینید. بدون اینکه به میدون جنگ بره، تو نبردی ارزشمند جونش رو از دست داد. جوانی دروگو سر تکان داد. بله، سروان مونتی ماجرا رو برام تعریف کرده. درسته، طبق تعریف سروان مونتی سطفان آنگوستینا مثل قهرمان ها مرده جوانی دروگو نفس عمیقی کشید نگاهی به آسمان انداخت و گفت می میبینید؟ چه بیقرارن؟ انگار قرار برف بباره ارتیت بی توجه به حرف جوانی آرام گفت تقصیر خودمونه درسته آنگوستینا فداکاری کرد اما هر کسی این شجاعت رو نداره جوانی متعجب پرسید منظورتون چیه؟ ببین جوان از من که گذشته اما تو باید فکری کنی تا که میخوای منتظر جنگ و حمله دشمن بمونی تا دیر نشده از اینجا برو برو شهر عمر خودتو برای قهرمان شدن تلف نکن نزار قلعه تو رو اسیر خودش کنه جوانی دروگو که گوشش از این نصیحت ها پر بود خونسرد گفت ممنونم اما من امیدوارم روزی از طریق همین دژ باستیانی قهرمان کشورم شم. اورتیتس آهی کشید به بیابان اشاره کرد و گفت خودت هم خوب میدونی محال دشمن به اینجا حمله کنه بهار از راه رسید جوانی دروگو تصمیم خود را گرفت تصمیم گرفت به شهر برگردد. چهار سال ماندن در این دژ برایش بس بود. باید هر چه زودتر به دل زندگی برمیگشت. جیوانی راهی شهر شد. به خانه که رسید، عطر آشنایی حس کرد. عطر خانه و زندگی عادی در زد. مستخدم در را باز کرد. جیوانی را که دید، خوشحال گفت. آقای جیوانی، مستخت مادر جوانی را صدا زد. مادر زود به دم در آمد. جوانی را که دید فریادی از سر شوق زد جوانی لبخندی زد و گفت خدا رو شکر تو این چهار سال هیچی عوض نشده جوانی وارد خانه شد در سالن نشست مادرش از او پذیرایی گرمی کرد جوانی حس قریبی داشت حس می کرد شادیش خیلی زود به غمی بزرگ تبدیل شده به اتاقش رفت و دید همه چیز مثل قبل بود اما حس جوانی مثل سابق نبود جوانی روی صندلی اتاقش نشست چشمهایش را بست و به صدای شلوغی خیابان گوش سپرد دلش آشوب شد بلند شد و پشت پیانو نشست اما حوصله نواختن هم نداشت کلافه کتش را پوشید و به دیدار دوستانش رفت جوانی تا غروب در شهر گشت متوجه شد تمام دوستانش مشغول کارند اده ازدواج کرده بودند و اده ای درگیر فرزندانشان بودند جوانی تلاش کرد همان حرف های چهار سال پیش را با دوستانش بزند اما انگار این مردهای جوان میلی به شنیدن حرفها و لطیفه های چهار سال پیش نداشتند. جوانی به امید یافتن شادی و نشاط به کافه بزرگ شهر رفت. در کافه با آدم ها خوشوبش کرد. اما شب که به نیمه رسید باز همان غم عمیق سراغش آمد. ناامید و افسرده کافه را ترک کرد و به خانه برگشت. انتظار داشت مثل گذشته مادرش تا پاسی از شب انتظارش را بکشد. اما خانه غرق خاموشی بود. انگار مادر هم فراموش کرده بود تا دیر وقت منتظر پسر عزیزش بماند تا به خانه برگردد. روز بعد جیوانی به دیدار ماریا خواهر دوستش فرانچسکو رفت. ماریا استقبال گرمی از جیوانی کرد. جیوانی و ماریا در تالار بزرگ خانه نشستند. جیوانی به چشمهای ماریا خیره شد. به نظر ماریا ناآرام و پریشان بود. فضای بینشان برخلاف گذشته سرد بود. حرفی برای گفتن نداشتند. بالاخره جوانی یخ سکوت را شکست. آرام گفت تو این چهار سال عوض نشدی؟ ماریا پوزخند زد این حرف یعنی زشتر شدم آره؟ جوانی مات و مبهود به ماریا خیره شد. اگر چهار سال پیش بود با خنده و شوخی فضا را گرم می کرد. اما الان هیچ حرفی به ذهنش نمی رسید ماریا پرسید اومدی که بمونی؟ جوانی انتظار این سوال را داشت با خودش فکر کرده بود اگر ماریا چنین سوالی کرد به او بگوید بستگی به تو داره که بمونم یا نه جوانی برخلاف جوابی که آماده کرده بود گفت معلوم نیست اومدم مرخصی ماریا ناراحت پرسید چی؟ فقط مرخصی؟ آره، دو ماه مرخصی دارم. بعد از دو ماه یا گردم یا میرم به یه شهر دیگه. شاید هم همینجا مونده شدم. ماریا به زمین خیره شد. پرسید: خدمت تو قلعه سخت بود، نه؟ آره، اما روز هم مثل برق و باد گذشتن. درسته تو قلعه سرگرمی چندانی نداریم، اما بالاخره عادت میکنیم دیگه. ماریا لبخند تلخی زد و گفت: هفته دیگه با مادرم و خواهرم میریم هلند. خوب شد قبل از رفتنم تو رو دیدم. حسی تلخ گریبان جیوانی را گرفت. لبخندی مصنوعی زد و گفت چه خوب. شنیدم هلند پر از گلای لاله است. ماریا هیجان زده گفت آره بکنم خیلی قشنگه. جیوانی از زیبایی های هلند تعریف کرد. گفت درست است این کشور را ندیده اما مطالب زیادی در بارش خنده. ماریا سرش را پایین انداخت و گفت بله جای قشنگیه اما هرچی به روز حرکت نزدیک تر میشیم تمایلم به رفتن کمتر میشه. جیوانی خندید خب طبیعیه همه قبل از سفر دلشوره میگیرن. ماریا به چشمهای جیوانی خیره شد. نه موضوع چیز دیگه ایه جوانی دروگو خودش را به نفهمی زد. انگار نمی خواست قبول کند ماریا همچنان عاشقش است ماریا منتظر بود جیوانی چیزی بگوید تا با خیال راحت عشقش را ابراز کند اما جیوانی گفت موافقی تو با قدم بزنیم؟ آره بریم تمام مدتی که در باغ قدم میزدند از گرمای هوا و زیبایی گلها حرف زدند جوانی هیچ ابراز علاقه ای نکرد و ماریا هم حرف دلش را نگفت افسرها حق داشتند بعد از چهار سال خدمت در قلعه تقاضای انتقالی دهند جوانی از ترس اینکه مبادا به جایی دورتر منتقل شود تقاضا کرد با ژنرال دیدار حضوری داشته باشد البته اصرار مادرش هم بی تاثیر نبود جوانی دروگو لباس نظامیش را پوشید و به دفتر ژنرال رفت دفتری بزرگ در بهترین جای شهر ژنرال در اتاق بزرگش نشسته بود و سیگار می کشید جوانی دروگو که وارد شد سیگارش را خاموش کرد از پشت عینک زر بیدیش نگاهی به جیوانی کرد و گفت سوتوان دروگو چه خوب شد اومدین میخواستم شما رو ببینم چه خبر از دژه باستیانی؟ فیلی موره در چه حاله؟ جوانی ادای احترامی کرد و از روزهای غرق در آرامش قلعه گفت. جنرال سری تکان داد و مانند پدری مهربان گفت شما هم خوب ما رو به درد سر انداختید. قضیه ی صدفان انگستینا خاطر والا حضرت رو مکدر کرد. جوان کل شقی بود. نمیدونم چرا جون خودش رو به خطر انداخت. جوانی متعجب شد گفت اما قربان آنگستین ها جونش رو برای دفاع از قلعه به خطر انداخت بله درسته خب شما برای چی اومدی؟ اومدی درخواست انتقالی به شهر بدی؟ میدونی آدم خدمت رو تو همون پادگان های دور افتاده یاد میگیره جوانی تلاش کرد خونسردی خود را حفظ کند آرام گفت بله بنده هم. چهار سال جنرال زد زیر خنده چهار سال؟ تو سند و سال شما که چیزی نیست و هر حال مشکلی نیست میگم پرونده تو بیارن جنرال جنرال به یکی از سربازهایش دستور داد پرونده جیوانی دروگو را بیاورد سرباز که از اتاق خارج شد به جیوانی گفت ببینم جوون میدونی نقطه ضعف دژ باستیانی کجاست جیوانی گفت کمی دور افتاده است ژنرال سرتکان داد و خندید شما جوانها فکرهای عجیبی میکنید راستش تا حالا فکر نکرده بودم مشکل دژ دور افتاده بودنش باشه نه جوون مشکل دژ باستیانی درهای زیادیه که داره برای همین دستور دادم آین جدیدی بنویسن ببینم افراد قلعه نظرشون درباره باره آین جدید چیه؟ جوانی ما تو مبهود گفت من چیزی از آینامه جدید نشنیدم درسته هنوز ابلاغ نکردیم به هر حال طبق آینامه جدید درهای قلعه کم میشه و نیروهای پادگان نصف من همیشه گفتم قلعه زیادی شلوغ شده همان لحظه سرباز با پرونده قطور برگشت روی پرونده اسم جیوانی دروگو را بزرگ نوشته بودم سرباز پرونده را روی میز گذاشت و رفت جرال نگاهی به پرونده انداخت. جیوانی تندی گفت مشکلی که برای انتقال وجود نداره. جنرال بدون اینکه سرش را رو از روی پرونده بردارد گفت: "نه، مشکلی نیست. فقط چون میخوایم نیروها را نصف کنیم، تقاضای انتقال بیشتر شده. باید نوبت رعایت بشه." جیوانی متعجب گفت: "اما هنوز کسی از این قانون جدید خبر نداره." جنرال سرش را رو از روی پرونده برداشت. جوون 20 نفر قبل از تو تقاضای انتقالی دادن جوانی ناامید گفت جنرال اصرار منو عفو کنید اما به نظرم چهار سال خدمت تو قلعه چیز کمی نیست جنرال لبخند زد این چهار سال در برابر عمر افزرانی که تو قلعه پیر شدن چیزی نیست به من مهلت بدین تا پروندهتون رو بررسی کنم تو پروندتون اختار انضباطی دارین گویا یکی از پاسدارها اشتباهی به قتل رسیده جیوانی کلافه گفت مرگ توبخانه چی رو میگی؟ من تو مرگش تقصیری نداشتم جنرال که حسابی خسته و عصبانی شده بود گفت جناب جیوانی دروگو اجازه بدید بررسی کنم مرخصین جیوانی دروگو خبردار ایستاد ادای احترام کرد و با دلی پر از آشوب و نگرانی از دفتر جنرال بیرون رفت جیوانی دروگو سوار بر اسب خستش به قلعه برگشت در چهره جیوانی ردی از افسردگی و ناامیدی نبود راضی بود به اینکه به دژ باستیانی برگردد و با همان زندگی یک نواخت گذشته سر کند جیوانی اسب به قلعه رسید اسبش را نگه داشت و نگاهی به قلعه کرد همچنان پرچمها بر فرازش می و سربازها و نگهبان با تمام توان پاسبانی می دادند. جوانی آهی کشید و گفت باز هم گرفتار این زندگی پرملال شدم جوانی وارد قلعه شد در این مدت کوتاه قلعه تغییرات زیادی کرده بود خیلی از افسرها بار سفر بسته بودند همه جا جنب و جوشی غیر عادی حاکم بود بیشتر افراد قلعه تقاضای انتقال داده و چشم انتظار حکم بودند هم قطاران جوانی هر کدام دست به دامن دوستهای نفوذ خود شده بودند تا زودتر بروند. دوستان جیوبانی که این خبر مهم را از او پنهان کرده بودند، با لحنی ها که از همدردی میپرسیدند، تو چی کار میکنی؟ کار انتقال تو چه مرحله ایه؟ هم جواب میداد، شاید مجبورشم چند ماه دیگه اینجا بمونم. تنها کسی که در این مدت تغییری نکرده بود، ارتیتز بود، او همچنان به انجام وظایفش می پرداخت و فکر رفتن در سر نداشت. بالاخره روز رفتن انتقالی ها رسید. حیات قلعه پر از گاری و درشکه بود. سربازها تند و تند لوازم مسافران را بار گاری ها می کردند. دروگو آرام و غمگین به دیواری تکیه داده و این جنب و جوش را تماشا میکرد. دوستش مورل هم بین مسافران بود. جوانی لبخند تلخی به مورل زد و برایش آرزوی موفقیت کرد. مورل که راهی شد، جوانی به قلعه برگشت. یک راست رفت سراغ اورتیز اورتیتس کوهی پرونده در دست داشت. جوانی خود را به او رساند و گفت: سلام جناب سرگرد. اورتیتس تعجب کرد. جوانی دروگو، اینجا چی کار میکنی؟ سالی از خدمتتون داشتم چهار سال و نیم پیش که به اینجا آمدم سرگرد ماتی گفت هیچ شخصی به زور توی قلعه نمیمونه گفت همه داوطلب و هر کی بخواد برگرده آزاده ایشون گفتن یه گواهی پزشکی برای برگشت کافیه اما مشکل کار اینجاست که سرهنگ خوشش نمیاد برای همینم من قبول کردم چهار ماه اینجا بمونم تا سرهنگ ازم نرنجه اورتیتس سر تکان داد درسته جوانی پریشان و کلافه گفت اما تمام این حرفها قول و قرار بیهوده بوده منو فریب دادن ورتیتس سرش را پایین انداخت عین این, این ماجرا برای خودم هم اتفاق افتاد من هم جوونیام رویای افتخار خدمت خالصانه داشتم جوانی محکم گفت پس درست فهمیدم هیچ کس به میل خودش اینجا نمونده نه نه بودن کسایی که به میل خودشون بمونن جیووانی فریاد زد کو کو به هم نشون بدین ارتیتس آرام گفت چی بگم مسائل قلعه یکم پیچیده است اینجا شبیه تبعیدگاهه باید دل خودتو به امیدی واهی گرم کنی چه امیدی بهتر از حمله ی تاتارها کافی یه نفر این خیالات و امیدهای پوچ و جدی بگیره بعد همه شروع میکنن به خیال پردازی شاید به خاطر شرایط جغرافیایی اینجاست به خاطر زل زدن به بیابون بله بله وضع اینجا هم بی تاثیر نیست روز بعد سکوتی سنگین قلعه را فرا گرفت افسرها رفته بودند و جمعیت قلعه به نصف رسیده بود همان روز سطفان سیمعانی به سراغ جیوانی آمد سیمعانی سه سال پیش به قلعه آمده بود جوانی پرشور و سرزنده بود. سیمونی حراسان به جیوانی گفت بیا پاسگاه سوم یه چیزی دیدم باید حتما بهت نشون بدم. جیوانی کنجکاف شد. چی شده؟ کجا بیام؟ سیمونی نفستنان گفت الان نه بذار رژه صبحگاهی تموم شه بعد بیا. نمیخوام کسی جست و خبردار شه. رژه که تمام شد جیوانی به پاسگاه سوم رفت. سیمونی تا او را دید دوربین شکاریش را درآورد. بیا بیا اینو بگیر افق شمالی رو ببین چی میبینی؟ جوانی دوربین را گرفت و به بیابان خیره شد درست لحظه ای که میخواست بگوید چیزی نمیبیند لکه ای در حال حرکت دید زیر لب گفت درست مثل ماجرای دو سال پیش پوزخندی زد و بلند گفت شاید بازم گروه شناسایی و مرزبندی اومده چیز مهمی نیست سیمونی هیجان زده گفت پنج روز زیر نظر دارمش مطمئنم دشمنه منتظر بودم افسرهای منتقل شده برن بعد اعلام کنم نمیخواستم دم رفتن افتخار مبارزه رو با خودشون ببرن این افتخار برای کسایی که اینجا موندگار شدن مگه نه؟ مطمئنم دشمن داره جاده نظامی میسازه جوانی زد زیر خنده ها هنوزم فکر میکنی کسی به این قلعه مطروکه حمله میکنه؟ سیمونی محکم و جدی گفت مطمئنم جاده می سزن، این بار با دفعه قبلی فرق داره جیوبانی لبخندی از سر ناامیدی زد و برگشت سر پست خودش همان شب موضوع را با ارتیت در میان گذاشت ارتیت لبخندی زد و گفت بله، این راز بزرگیشو به منم گفته مهم نیست، بذار خوش باشه آن روزها همه سرگرم کار مهمتری بودند تعدادی از درهای قلعه بسته شده بود، ناچار باید افراد باقی مانده را بین بخش های دیگر تقسیم می کردن. چند روز گذشت. شبی دوباره سیمئونی به سراغ جیوانی آمد. کلافه گفت نمیدونم این چیزی که میبینم توهم یا واقعیت. بیا خودت بیا ببین. جیوانی خمیازه ای کشید و گفت این وقت شب که چیزی پیدا نیست. پیداست خودم دیدم یه چیزی تو افق شمالی روشنه. جوانی کتش را پوشید و ناچار با سیمونی رفت. به پاسگاه سوم که رسیدند دوربین شکاری را از سیمونی گرفت و به افق شمالی خیره شد. حق با سیمونی بود. نوری در انتهای افق سوسو میزد. جوانی هیجان زده گفت روشنایی؟ نور؟ سیمونی فریاد زد. دیدی؟ دیدی گفتم؟ جوانی شانه بالا انداخت. شاید کولیا باشن هرچی هست مطمئنم تاتارها نیستن سیمونی سرش را به چپ و راست تکان داد نه nah, مطمئنم خودشونن جوانی دوربین را به سیمونی داد و گفت امیدوارم روزهای بعد همچنان روشنایی مربوز بود اما رفته رفته کمتر شد و بالاخره از بین رفت در طول روز هم خبری از جنبنده در افق شمالی نبود رفته رفته ماجرای سیمونی دستمایه شوخی و خنده اهالی قلعه شد. مدتی بعد سیمونی دوباره اعلام کرد شبها روشنایی را میبیند اما محل آن تغییر کرده و به قلعه نزدیک تر شده. جوانی باز هم همراه سیمونی رفت و نقطه های نورانی را دید. به نظرش چیز خاصی نبود. حتی فکر کرد قبلا همین نقطه ها را دیده اما برایش مهم نبوده. البته سیمونی هیچ کدام از این حرف ها را قبول نداشت. همچنان می گفت این نقاط نورانی تاتارها هستند که به قلعه نزدیک می شوند. حتی فرضیه هم ساخته بود. فرضیه مبنی بر اینکه تاتارها با مهارت جاده می سازند و به قلعه نزدیک می شوند. کار تا جایی پیش رفت که سیمونی تخمین زد تا شش ماه دیگر دشمن به درهای قلعه می رسد. زمستان از راه رسید. هر روز و هر شب برف سنگینی میبارید. سیمونی بدون ذره خستگی هر شب زیر برف می و به روشنایی خیره می شود. روزهایی که نور کم می شد می گفت دیدی درست گفتم دشمن به خاطر بارش برف عملیات راهسازی رو متوقف کرده. عواست زمستان بود که اطلاعیه عجیبی روی تابلوی اعلانات قلعه نصب شد. اطلاعیه می گفت بنابر امر سریح فرماندهی عالی به تمام درجه داران و افسران اختار داده می شود به شایعات توجهی نکنند به همه هشدار داده می شود شایعات را ترویج ندهند این شایعات باعث به هم خوردن انضباط شده و مناسبات ما با کشور همسایه را به هم می ریزد از این پس استفاده از دوربین شکاری برای دیدبانی ممنوع است پایین اطلاعیه امضای سرهنگ دوم نیکولوزی بود تمام افراد قلعه مطمئن بودند این اطلاعیه زیر سر سرگرد است او به شهرنامه نوشته و باعث چنین اختاری شده بود جوانی اطلاعیه را که خواند در خودش فرو رفت حس میکرد تمام حوادث زندگی دست به دست هم دادند تا او را به زمین بزنند افسرده و غمگین به اتاقش رفت دوربین شکاریش را توی کشو گذاشت و در کشو را قفل کرد. به این ترتیب تنها سرگرمیش یعنی تماشای ستاره ها با دوربین شکاری را هم از دست داد. جوانی با خود فکر کرد الان سیمونی چه حالی دارد؟ همان شب رفت سراغ سیمونی. سیمونی تا جوانی را دید لبخندی زد و گفت چه خوب اومدی اینجا؟ جوانی تندی پرسید اطلاعیه رو خوندی؟ به نظرت کاری کی بوده؟ سیمونی خون سرد گفت من از کجا بدونم؟ دوربین تو چیکار کردی؟ سیمونی با احتیاط جواب داد به فرمانده تحویل دادم باید زودتر این کارو میکردم بی خودی خیالاتی شده بودم جاده کجا بود؟ جوانی پوزخند زد سیمونی چنان ترسیده بود که همه چیز را انکار کرد عصبانی گفت تو ترسیدی؟ سیمونی آرام گفت نمیدونم امشب چه بلایی سرت اومده اما نه من من نترسیدم اگه هم میگفتم تاتارها نزدیک میشن و روشنایی میبینم میخواستم یه جوری وقت بگذرونم جیوانی ما تو مبهود به سیمونی خیره شد سیمونی گفت اینقدر همه چیزو جدی نگیر شب خیر. سیمونی رفت و در پاسگاه را پشت سرش بست روزها مثل برق و باد میگذشتند امید واهی حمله تاتارها همچنان با جیوانی بود. او مطمئن بود یک روز تاتارها به قلعه حمله می کنند. همین امید پوچ و بیهوده روزها را برای جوانی دروگوی جوان قابل تحمل میکرد. امیدی که شیره جان این افسر جوان را می گرفت و روزهای جوانیش را به هدر میداد. داد. جیوانی دروگو شبها روی بلندترین نقطه پاسگاه چهارم می استاد. و تا سپیده صبح به کورسوی نور در افق شمالی خیره میشد. گاهی فکر می کرد خیالاتی شده و گاهی مطمئن بود با چشمهای خودش پیش روی تاتارها را دیده. اواخر تابستان همه متوجه روشنایی های مرموز شبانه شده بودند. به مرور داستان افق شمالی و حجوم تاتارها بر سر زبانها افتاد. کم کم روزنه امیدی در دل جیوانی و باقی نظامی ها گفتند. در دشت جا به جا تیرچه هایی را به زمین زده بودند. تیرچه هایی که به قول صدفان سیمونی برای ساخت جاده بود. صدفان سیمونی مدام می گفت جاده آماده است و دشمن همین روزها حمله می کند. هرچند از روزی که این خبر را داد تا امروز پانزده سال گذشته، و هنوز خبری از حمله نشده بود. در این مدت هیچ چیز تغییر نکرد. قلعه همان قلعه بود و بیابان همان بیابان. رد گذشت زمان فقط در چهره افراد قلعه مشهود بود. چهره هایی که با گذر روزها پیرتر، خسته تر و خموده تر شده بود. زندگی در قلعه همچنان یک نواخت و کسل کننده بود. سرهنگ دوم نیکولوزی، سرگرد مونتی و سرهنگ ماتی بازنشسته شده بودند. اورتیتس حالا سرهنگ دوم شده بود و فرمانده پادگان. همه به جز خیات پیر درجات بالاتری گرفته بودند. جوانی دروگو که سروان شده بود در هوای خونک پاییزی بعد از یک ماه مرخصی به قلعه برگشت. دیگر در شهر خود بیگانه شده بود. دوستان قدیمیش پیشرفت کرده بودند و اعتنایی به او نداشتند مادرش مرده بود و ماریا به هلند رفته بود جیوانی درگو وارد قلعه شد دیگر خبری از شور و نشاط گذشته در صورتش نبود دیگر پله ها را چهار تا یکی بالا نمی رفت. اما افسوس که احساس آدمی با گذر زمان تغییر نمی کند جیوانی دراگو هنوز هم فکر میکرد زمان زیادی دارد و روزی زندگیش تغییر میکند. کند. اسبش را به استبل برد. ناگهان جوانی جلویش ظاهر شد. ادای احترام کرد و گفت روز به قربان من سطفان مورو هستم تازه به قلب اومدم. جوانی لبخند تلخی زد. به یاد روزی افتاد که با شور و اشتیاق به دژ باستیانی پا گذاشت. روزی که اورتیتس به او هشدار داد اسیر قلعه نشوند با خود گفت امروز هم درست مثل همون روزه فقط نقش ها عوض شده جوانی از همان روز شاهد اشتیاق ترس ها و امیدهای مروی جوان بود جوانی خود را در این سطوان تازه نفس میدید مرو هم مانند جوانی همان روز اول قصد رفتن کرد اما سیمونی که الان وظایف سرگرد ماتی را انجام میداد به مروی جوان گفت چهار ماه در قلعه بماند بله مرو هم مانند شکاری بیدفاع در دام قلعه و روزهای یک نواخت آن افتاد مرو هم هر روز با هزار امید به افق شمالی خیره میشد تا بلکه روزی حجوم دشمن را گزارش دهد روزهای خاکستری از پی هم میگذشتند بالاخره نوبت بازنشستگی ارتیتس رسید سرهنگ اورتیتس فرماندهی قلعه را به سیمئونی سپرد روز آخر تمام افراد قلعه را که در این پانزده سال بسیار کمتر شده بود در حیات جمع کرد با تشریفات نظامی که دیگر مثل سابق پر ابهت نبود از نظامی ها خداحافظی کرد و رفت تا روزهای پایان عمرش را گوشه ای سر کند جوونی ارتیتس را تا در قلعه همراهی کرد هنگام خداحافظی به او گفت با رفتن شما زندگی منم عوض میشه منم دلم میخواد از اینجا برم حتی دلم میخواد استعفا بدم اورتیتس دستش را روی شانه جوانی گذاشت و گفت تو هنوز جوونی خیلی فرصت داری جوانی متعجب گفت فرصت چی؟ جنگ بهت قول میدم دو سال نشده تاتارها حمله میکنن اورتیتس لبخند زد در دل آرزو داشت جوانی هم مثل خودش با ناکامی قلعه را ترک کند. جوانی پوزخندی زد و گفت خیر، مطمئنم قرن ها هم بگذره توی این قلعه دور افتاده خبری نمیشه. هیچ موجودی از شمال نمیاد مگه کلاخ جوانی آهی کشید و سکوت کرد. هنوز هم ته دلش کرسوی امیدی بود، امیدوار بود بالاخره دشمن حمله کند و تقدیرش تغییر کند. ارتیتس سرتکان داد و گفت یادت اولین بار که اومدی اینجا چقدر ترسیده بودی؟ یادته میخواستی زودتر بری؟ وله؟ عمری از اون روزها گذشته. ارتیتس آه کشید. افسوس اگه جنگی در میگرفت منم به کاری میومدم. ارتیتس لبخند تلخی زد. نگاهی به آسمان خاکستری کرد و روی اسبش نشست. ارتیتس پیر رفت تا روزهای پایان عمرش را هم مثل سالهای جوانی در حسرت بگذراند. روزها گذشتند. جوانی دروگو و تمام همقطارانش با ریشهای سفید و گونه های فرو رفته در قلعه ماندند. جوانی به شهر که میرفت همه به او احترامی میگذاشتند چون سن و سالی ازش گذشته بود اما دوستانش سرنوشت دیگری داشتند. آنها سرگرم فرزندان و نوه های خود بودند. در خانه ای که سالها برای ساختنش زحمت کشیده بودند استراحت می کردند و در میان خانواده و دوستان روزهای عمر را می گذارندند. دروگو حالا معاون فرمانده دژ باستیانی شده بود. صورتش زرد و لاغر و توانش کمتر از سالهای جوانی بود. او تصمیم گرفته بود تا پایان عمر در همین قلعه دور افتاده بماند و همانجا بمیرد. جوانی صبحها خسته و ناامید از خواب بیدار میشد. به زحمت خود را به دفتر کارش می رسند و در همانجا به انتظار شب می نشست. چند وقتی بود بیماری توانش را کمتر از سابق کرده بود. دکترها تشخیص آرزه کبدی را داده بودند. آرزه ای که روز به روز او را رنجورتر می کرد. جوانی حالا در انتظار جنگ انتظار دیگری هم داشت. انتظار رهایی از بیماری و بهبودی کامل. بهار از راه رسید. جوانی امیدوار بود هوای مطبوع بهاری حالش را بهتر کند. سندلیش را توی آفتاب کمجان اتاق گذاشته بود و با ملال پرونده ها را زیر و رو می کرد. مگسی روی پرونده ها نشسته بود. جوانی خیره به مگس بود که صدای در بلند شد. آرام سرش را بالا آورد و گفت بیاید داخل در باز شد. خیات پیر با بدنی خمیده نفس زنان وارد شد. به زحمت انگشتان لرزانش را بالا آورد و به شمال اشاره کرد. اومدن. بالاخره اومدن. جوانی دروگو دست پاچه شد. کی اومده؟ پیرمرد نفسی تازه کرد و گفت تاتارها تاتارها اومدن همه رفتن روی ایوون رو تماشا میکنن ستاد هم نامه ای فرستاده و خبر داده نیروهای کمکی تو راهن بالاخره جنگ شد جوانی از جایش پرید مطمئنی؟ از ایوون میشه دیدشون؟ پیرمرد پوزخند زد این چه حرفیه تو پای جنگیشون هم پیداست با این جاده ای که ساختن چشم هم بزنیم رسیدن جوانیدروگو رفت توی فکر چرا حالا که به آرزویش نزدیک میشد بیماری امانش را بریده بود در دل دعا کرد خدا به او توان دهد تا با دشمن مبارزه کند باید خود را به سیمونی و دیگران نشان میداد باید ثابت میکرد شجاع است و برای دفاع از قلعه جانش را هم فدا میکند جوانیدروگو خود را به ایوان بالایی قلعه رساند به سرگیجه که ناشی از بیماری بود محل نداد دستش را سایبان چشمهایش کرد و به افق شمالی خیره شد. سیمونی خود را به او رساند. هراسان گفت خبر رو شنیدین؟ جوانی که خوب می دانست. سیمونی از بیماریش سوء استفاده کند و این افتخار را به نام خود تمام کند. اخم کرد. سری تکان داد و گفت بله خیاط به هم خبر داد. سیمونی نامه ای از جیبش بیرون آورد و گفت ژنرال پیغام فرستاده گفته دو هنگ نیروی کمکی تو راهه جیووانی ما تو مبهود پرسید دو هنگ؟ بله باید زودتر فکری برای استقرارشون کنیم موافقا سرگیجه و ضعف امان جیووانی را بریده بود برای پنهان کردن حالش دوربین شکاری سیم اونی را گرفت و به دوردست دست خیره شد در دل دعا می کرد حالش بدتر از این نشود در دوربین حرکت نواری سیاه رنگ را دید. اما تا خواست روی این حرکت دقیق شود، سرش به دوران افتاد و از حال رفت. جوانی دروگو دو روز در بستر افتاد. در این دو روز در قلعه آشوب و دلواپسی موج میزد. اما جوانی فارغ از تمام آشوبها بیحال و کمتوان خوابیده بود. دکتر به او گفت تا یک هفته دیگر حالش خوب می شود. جیوانی دل توی دلش نبود زودتر لباس بپوشد و به جنگ دشمن برود. دشمنی که عمری انتظارش را می کشید. که به هوش آمد سیمونی به دیدارش رفت. هیجان زده گفت دروگوی عزیز چقدر رنگت پریده؟ چطوری؟ جیوانی سرد و مختصر جواب داد بهترم چه خبر از دشمن؟ نزدیکتر شدن دارن تو پاشون رو نزدیک قلعه مستقر میکنن ببخش زودتر نیومدم گرفتار بودم جوانی محکم و مطمئن گفت فردا فردا میام کمکت این چه حرفیه شما استراحت کن امروز میان دنبالت خبر دادم حالت خوب نیست قراره بیان ببرن شهر تا مداواشی بسته انقدر تو این قلعه متروکه موندی خشمی مهار نشدنی به سینه جووانی چنگ انداخت با صدایی که از شدت خشم و عصبانیت میلرزید گفت من از اینجا تکون نمیخورم حالم خیلی بهتر از چیزیه که تو خیال میکنی سیمونی لبخندی تصنعی زد و گفت خواهش میکنم عصبانی نشو عصبانیت حالتو بدتر میکنه جوانی چند نفس عمیق کشید کنترلش را به دست آورد و گفت ببین سیمونی خودت خوب میدونی ما همه یک امید واحد داریم الانم به امیدمون نزدیک شدیم پس از من نخواه برم شهر سیمونی ابروهایش را بالا انداخت نمیفهمم چی میگی جوانی نالید من سی سال منتظر چنین روزیم خودت هم خوب میدونی ما تمام فرصت های زندگیمون رو از دست دادیم تا بلکه روزی دشمن به قلعه حمله کنه و ازش دفاع کنیم حالا که دشمن اومده میخوای منو از اینجا دور کنی؟ سیمونی عصبانی گفت بیا و خوبی کن باشه بمون فقط نمیدونم افسرهایی که میانو کجا جا بدم شاید تو اتاق چند تا تخت بذارم انگار سطلی آب یخ روی سر جیوبانی ریختند پس این سیمونی و جنس میخواست او را بفرستد شهر تا برای افسرهای تازه نفس جا باز شود ناراحت و افسرده گفت میمونم قول میدم برات درد سر درست نکنم سیمونی خواهش میکنم چیزی از عمرم نمونده بذار این روزای آخر همینجا بمونم من سی ساله تو همین اتاق روی همین تخت خوابیدم سیمونی با تحقیر به جیوانی نگاه کرد و گفت حالا اگه به عنوان مافوق دستور بدم از اینجا بری چی؟ دراغای عزیز متاسفانه از انضباط نظامی تو حرفا و حرکات شما نمی بینم الان بهترین وقت تا قلعه رو ترک کنی باور کن خیلی ها به شرایط تو حسودی میکنن میخوای بمونی که چی بشه؟ آماده شو کالسکه دو ساعت دیگه میرسه. سیمونی بدون اینکه منتظر واکنش جیوانی بماند، بلند شد و از اتاق بیرون رفت. سکوت سنگینی در اتاق حک فرما شد. صدای چک چک آبی که از آبانبار می آمد، طبق این سی سال سکوت اتاق را خدشدار می کرد. کالسکه مجهز و زیبایی برای بردن جیوبانی به شهر آمد. دو سرباز کنار کالسکه نشسته بودند تا با تشریفات نظامی جیوانی دروگوی وفادار را ببرند. در حیات قلعه ستون درازی از سربازها به صف شده بودند. سیمونی تمام اقدامات را انجام داده و منتظر اعلان جنگ بود. کسی حواسش به جیوانی دروگوی مریض احوال و افسرده نبود. فقط تعدادی از افسران قدیمی از سر وظیفه آمدند و جوانی را بدرقه کردند. افسرانی که عجله داشتند زودتر به مأموریت خود برگردند و برای جنگ آماده شوند. جوانی نگاهی به قلعه انداخت و سوار کالسکه شد. به کالسکه چی دستور داد زودتر حرکت کند. کالسکه چی اطاعت کرد. تازیانش را با تمام توان به اسبها کوبید و حرکت کرد. کالسکچی می رفت تا جوانی را به آخرین مقصدش برساند. کالسک بدون لحظه ای توقف رفت. به مسافرخانه ای رسید. دم در مسافرخانه زنی نشسته بود و بافتنی می بافت. کودک شیرخاره زن کنارش خوابیده بود. جوانی با حسرت به کودک نگاهی کرد. اندوهی عمیق در دلش جوانه زد. ناامید و خسته از کالسک پیاده شد و به مسافرخانه رفت. یک راست وارد اتاقی شد که برایش در نظر گرفته بودند. روی صندلی نشست و غروب خورشید را از پنجره تماشا کرد. از طبقه پایین صدای آوازی عاشقانه می آمد. جوانی آهی کشید و با خود گفت دیگه شوری توی دلم نمونده. جوانی حس می کرد مرگ ذره ذره در جانش ریشه می دواند. مطمئن بود دیگر از این اتاق زنده بیرون نمی آید. آه عمیقی کشید و چشمهایش را بست. بعد از این همه سال خدمت، مرگ در قریبان ترین شکل ممکن به سراغش آمده بود. چقدر این فضا با آرزویی که سالها در سینه داشت فرق می کرد. خود گفت جوانی آروم باش خداوند بخشنده است دعا کن و بپذیر وقت رفتنه جوانی لبخندی زد و در دل دعا کرد ناگهان آرامشی عمیق وجودش را در بر گرفت